مثلا یه سری مدیا مثل چون تیکه فیلمی همین پوسترها رو اینا رو مثلا تو نسخه ایپابش درست بکنم، ولی نکردم دیگه، نکردم. اما سنتی خودش گفتم واسه بمونه. حتی مثلا چیزهای خیلی روشن رو عوض نکردم. مثلا من موقع گفته بودم که افیر احتمالا همون یه فصل هم داره، کلا سه قسمت افیر اومده بود که من اونو نوشتم و بعد عوضش نکردم دیگه. افیر همونطور که اونایی که دیدن میدونن یا در جریانن، 4 فصله، چقدر خوب تموم میشه افیر. واقعا یه سری نمیشه گفت کل سریال، ولی واقعا داره یه لحظاتی، یه چون دونم حتی نصف قسمت هایی داره که خیلی خوبه، به فکر برانداز خیلی عمیقه. خب کتاب و توسعو که به انتشار رسید و توسل، یه سری ارگان یا آدم یا مؤسسه یا نمیدونم انتشاراتی یا چیزای وابسته عموما یه سری نظر دادن در مورد کتاب. بهتره که اینو بخونم بعد کتاب صوتی که در واقع خیلی خیلی کوچولو صدا ستانی شده، یعنی چون من خب خیلی حضور کمی هم دارم تو کل کتاب، واسه همین در امان مونده شنونده از حرفی من تا حد زیادی. ولی خب اجازه بدید من این نظرها رو بخونم. خب از میان جرایت درباره این اثر، کتاب غر، نیویورک تایمز، کتاب هزاره، نیوزویک، فصل نامه وایدنگل چی بود؟ گفته که حتی کج سلیقگانی که وتواسو را دوست نمی‌دارند نمی‌توانند منکر ارزشش شوند. واشنگتن پست: اگر هر حرف جالب این اثر تبدیل به قوطی کبریت می‌شد، یا تبدیل به قوطی کبریت می‌شد، می‌شد گرند کانیون را پر از قوطی کبریت کرد. خب کسانی که این اثر را نه همچون رمان که چون مجموعه جستار پاره پاره می‌خوانند، نه تنها لذت کافی نمیبرند که به درستی هم چیزی دستگیرشان نخواهد شد. مجله آتلانتیک نیویورکر گفته که گنجی با این کتاب ژانری تازه به هنر قدیمی ادبیات افزود. خب اگر وتواسو فقط جملات داخل پرانتزش رو میداشت، بازم خواندن این کتاب سوال بود. باحال گفته. مجله فیلم این ریویو: از سال بعد این آقا یکی از داوران ثابت ما خواهد بود. یکی از منتقدان خارجی مراسم گلدن کلاب با اشاره به عکس نویسنده کتاب وتواسو. کایرو سینما خیلی نظر باحال داده. واو. مدیر تولید گیم آف ترونز هم گفته تو تامز آب. سردبیر روزنامه سینما ژورنال اما به نظرم واقعا منطقی ترین حرفو ایشون زده. گفته خوب است یارو به انگلیسی کتابش را ننوشته. وگرنه همین چند رسانه‌ای که از این کتاب ننوشتند هم از این کتاب می نوشتند. البته بنده هنوز فرصت نکردم کتاب رو بخونم، اما هر چقدر هم خوب باشد اینا شورش را درآوردند. بله. و تواسو، راهنمای حل سریال برای تازه کارها، به قلم سبحان گنجی. پیرامون اهمیت سریال: به زعم حقیر بهترین سریال های کنونی به مراتب بهتر از بهترین فیلم های کنونی هند. سال هاست که سینما به پختگی رسیده، سال هاست که فیلم های درجه یک ساخته می شود و سال هاست که کسانی به دلایل مختلف پایان سینما را اعلام می کنند و خیلی ها هم می پذیرند که دیگر فیلمی شاهکار و بدی ساخته نمی شود. در مقابل سال های زیادی نمی گذرد از زمانی که سریال ها صرفا مختص اوقات فراغت مردان بیکار و زنان خانه‌دار بودند. نگارنده البته اعتقاد دارد سینما هنوز هم به عنوان هنر صنعتی فوق‌العاده به حیات تاثیرگذارش ادامه می‌دهد. هرچند بهترین سریال‌های کنونی به مراتب بهتر از بهترین فیلم‌های کنونی‌اند. اگرچه در تهیه اثری تلویزیونی ملزم به رعایت بعضی نکات فنی که سینما را سینما کرده نیستید، اما چه چیزی هست که سینما توان پرداختن به آن را داشته باشد و سریال نداشته باشد؟ سریال اهمیت دارد چون سینما اهمیت دارد، و اینکه در سریال پتانسیل و فرصت بیشتری برای بست و ورز دادن هر چیز موجود است، از شخصیت پردازی بگیرید تا داستان سازی. در ضمن تاثیرگذاری فارغ از تاثیرگذاری خوب یا بد، علاوه بر این که ملاکی است برای سنجش میزان ارزش اثر هنری، از معیارهای اهمیتش نیز هست. حالا بیاییم این مسئله را از لحاظ کمی در نظر بگیریم.
از چند میلیون نفری که سریال این معرکه را میبینند، افراد به مراتب کمتریشان فیلم معرکه را دیدند. و شاید هیچ کدامشان به سالنی که مشغول برگزاری تئاتر معرکه است نرفتند. هرچند اهمیت سریال از مقدار اهمیت سینما و تئاتر نمی‌کاهد. حتی با اینکه بسیاری از کارگردانان این دو به کارگردانی آن رو آوردند. می توانید با مراجعه به شماره آبان مجله 24 در قسمت موضوع ماه تحت عنوان چرا سینماگران معتبر دنیا به تلویزیون رفتند و سریال می سازند اطلاعات مفیدتری کسب کنید. هر سه می توانند جادو کنند. این دو روی پرده و صحنه، آن در جعبه. صحنه اصطلاح است. وگرنه بنده با وجود پیشرفت‌های تکنیکی سینما و تلویزیون تره هم برای تئاتر صحنه خورد نمی کنم. همانطور که احتمالاً شما بعد از پیشرفت عکاسی نقاش رالیست را نه هنرمند که ماهر می نامید. به نظر حقیر دوستانی که مشغول اینها هستند چنان که در اول راه نباشند مقصودی جز افزودن برگی تازه به کتاب هنر دارند. در پایان عرض شود که زمان اگر نقره هم باشد بی توجه به شبکه های کابلی یا حجم دانلود احتمالاً هزینه‌ای که برای مجموعه سریالی می‌پردازید بیشتر از هزینه‌ای باشد که برای فیلم یا نمایش می‌پردازید. اما اگر این هزینه را در قبال سریالی معرکه می‌دهید کاملاً ارزشش را دارد. درباره تألیف این مجموعه، از دلایلم برای پرداختن به چنین مجموعه یکی این بود که برخلاف سریال با تمام اهمیتی که دارد به زبان شیرین فارسی درباره سینما به قدر کافی و حتی بیشتر از کافی نوشتند و می نویسند. نه اینکه خدایی نکرده این مجموعه را در حد حتی ضعیف‌ترین مکتوبات سینمایی بدانم یا با پیروی از شعار کمپانی LG فکر کنم همیشه اولین بهترین است. نه، فقط یاد خبرنگاری میفتم که نظر جورج بوش را در مورد مستندهای مایکل مور پرسیده بود و جواب شنیده بود. اون هر مزخرفی که خواست میتونه بسازه، اما من خوشم نمیاد. این مجموعه مجموعه نقد نیست. هدفش واکاوی آنچنانی نیست. این مجموعه توصیه نامه است. انگار که دوستی بعد از مدتها دوری برای دوستان دیگرش از تجربه های تصویری اخیرش بگوید. و متاسفانه یا خوشبختانه دوست وراجی باشد. این مجموعه شاید صدای ضبط شده یا آن دوست باشد توسط دوست دیگر در جمع نشسته ای که گمان می کند نشر حرفهای دوست وراجش کار مفیدی است. بعید نیست دلیل دیگران پول درآوردن بوده باشد. چرا که می خواستم شماره شبام 29-0-560-61-18-28-20-50-41-29-50-43-01 را بگذارم تا هر کس خواست حالی دهد حالی دهد. در واقع ماجرا از این قرار است که عزیزی چند سال پیش این پیشنهاد را داد و چند ماه پیش و چند هفته پیش و چند روز پیش هم تکرارش کرد که چرا مثل خیلی از PDF در اینترنت گذاران مستقل شماره حساب نمی گذاری تا هر کس خواست حالی دهد حالی دهد. حقیر همان چند سال پیش از آن عزیز پرسیدم خودتو چند بار چنین حالی داده ای؟ آن عزیز گفت یک بار برای کتاب بیشوری. وای منم دادم واسه بیشوری. گفت تازه آن موقع به این سادگی نبود انتقال وجه. حقیر چند ماه پیش هم از بد حافظه سوالم را بعد از پیشنهادش تکرار کردم و با همان پاسخ مواجه شدم. اما چند هفته پیش و چند روز پیش یادم بود و دیگر نپرسیدم. حداقل برای خلاصی از گیران عزیز امیدوارم توضیحاتم کارساز بوده باشد. اما شاید مهمترین دلیلی که برای تألیف این مجموعه به ذهنم میرسد این باشد که ناخودآگاه خواستم آن همه وقتی که برای دیدن این سریال ها گذاشتم صرفاً برای لذت بردن نبوده باشد. برایم چیزی بیشتر و مفیدتر از لذت مصرف صرف داشته باشد. احتمالاً به همین خاطر است که از خیر نوشتن درباره سریال های علمی بعضن درجه یکی مثل Through the Wormhole و Cosmos و Top Gear گذشتم. هرچند لذت بردن هم مفید است. آنقدر که بعضی ها اعتقاد دارند هدف از زندگی چیزی جز لذت بردن نیست. در توضیح تنظیم این مستطاب، در ابتدا قصد داشتم این مستطاب را به دو بخش حق و صبر تقسیم کنم. بخش حق را اختصاص دهم به آثاری که به شدت توصیهشان می کنم. توصیهشان می کنم برای مشاهده تان، برای غرق شدن تان در دریای درامشان، برای چسبیدنشان به زخم چشمتان از تکرار و بیداری. آثاری که بودنشان نشگیست، نبودنشان خماری. چه قشنگ بود.
که میزان اعتبارشان مقدار اعتیادتان است، ولی گذشته از شوخی قرار بود بخش حق به سریال های مهمتر بپردازد و بخش صبر به سریال های کم اهمیت تری که البته ارزش حوصله کردن و تا انتها دیدن دارند. این سناریو با اینکه انسجام بیشتری می داشت اما از جامعیت کمتری برخوردار بود. مثلا تکلیف سیتکام هایی که اگرچه نه در حد نمونه های اعلی اما وقت پر کنه نسبتا خوبی هستند معلوم نمی شد. و بنا بود نمراتی که در سایت IMDb به هر کدام دادم رو جلوی اسمشان بنویسم، اما دیدم نظراتم درباره هر کدام از سریال ها به قدر کافی قابلیت به تخمم شنیدن را خواهند داشت، چه رسد به نمراتم. ضمن اینکه در این صورت پیشا پیش برچسب خوبی و بدی نمیخورند و لااقل به هیجانی تر شدن اوضاع متن کمک میکنند. فرض را بر این گذاشتم که خوانندگان محترم هنوز هیچ سریالی را به مشاهده نشستند. دلیل دادن ترتیب الفبایی به جای تاریخ پخش و ساعت یا تعداد سیزن و اپیزود یا امتیاز منتقدون و غیره به مجموعه هم همین ندادن هیچ گونه ذهنیت قبلی است. بیش از این گمان نمی کنم ارزی باشد. اگر هم باشد اطمینان می دهم آن را در طول عرایزم پیرامون آثار پیش رو خواهید خواند. God bless you, Sopan Ganji. November 2014. 24. سریال 24 برای بنده و احتمالاً بیشمار سریال وین ایرانی دیگر نخستین سریالی بوده که می توانستیم استوپش کنیم، عقب بزنیم، جلو ببریم. نخستین سریالی بوده که از شبکه‌های تلویزیونی ندیده ایم. یادم می آید 24 به قدری برایم جذاب بود که از خواب و خوراک افتاده بودم و شاید اگر نیم سیزن 9 را همان موقع می ساختند از پوشاک هم می افتادم. و در نظر بگیرید که سریال در حالی جذاب است که نه فلشبک و فلش فوروارد دارد، نه پرش زمانی بیشتر از 5 دقیقه، نه مناظر طبیعی زیبا دارد، نه مناظر مصنوعی زیبا. نه تنها مناظر معمولی که دارد کادر بندی زیبایی ندارند که حتی کادر ثابتی هم ندارند. در حالی بی خیال خوابتان می شوید که به جز شخصیت همه فن حریف جک باور و داستان پر اتفاق غیر قابل پیش بینی هیچ خبر خاصی در سریال نیست. اگر هم خیال می کنید با این تفاصیل لااقل زیبا روی دارد تا حظ بصر ببرید یا زیبا رابطه‌ای که آب از کمر کور خوانده اید. هر 8 سیزن 24، 24 ساعت از زندگی مأمور خفنه. والا صفت مناسبتری برای چنین مأموری به ذهنم نرسید. سازمانی تروریستی است که در 24 قسمت مثلا یک ساعت نمایش داده می شود. ماجرای سیزن اول ماجرای تلاش این مأمور است برای ترور نشدن رئیس جمهور سیاه پوست احتمالاً قطعی بعدی آمریکا. احتمالاً قطعی. آن روزها هرگاه برای رفع عادت یا قضای حاجت تصویر را نگاه می داشتم بدون قصد قبلی روی دیوید پالمر جناب احتمالاً قطعی بعدی مانده بود. لابد به این خاطر که بخشای مربوط به این آقا از هیجان کمتری برخوردار بود. به هر حال تا مدت‌ها 24 مرا یاد باراک اوباما می‌انداخت. بعدتر هم تا مدت‌ها باراک اوباما مرا یاد 20 به هر حال تا مدت‌ها 24 مرا یاد باراک اوباما می‌انداخت. بعدتر هم تا مدت‌ها باراک اوباما مرا یاد 24 می‌انداخت. آره دقیقاً. در صورتی که فرم این مجموعه مطابق خاص اولیه‌ام شکل می‌گرفت، آنچه بر جک باور در آن 8-9 روز گذشت بی‌تردید در بخش حق معرفی می‌شد. تا شما عزیزان ضمن کامجویی از داستان هیجانی و شخصیت حرفه‌ای طرف از یکی بودن زمان واقعی با زمان سریال هم لذت ببرید. راستش اگر بعد از سالها پیش از آغاز پخش فصل نهم پس از تماشای آثار به مراتب با کیفیت تر به مرور سطحی 24 ننشسته بودم، هر حرف این چند سطر دست آماده به مالشی می شد زیر بیزه های آفرینندگان این اثر. اما همین که بعد از گذشت این همه وقت هنوز صدای خاص زنگ تلفن مرکز ضد تروریستیشان را می توانم با سوت بزنم، نشان دهنده تأثیری است که سریال دست کم روی گوشم گذاشته. افیر. یکی از اندیشمندان معاصر نظرش درباره ازدواج را اینطور بیان کرده که وقتی می توانم هر روز یک لیوان شیر تازه بنوشم، چرا گاو به خانه بیاورم؟
حتی با اینکه در دامداری قصه نه گاو که اسب پرورش می‌دهند، حتی با اینکه قصه نه درباره ازدواج که درباره رابطه خارج از ازدواج است، باز هم قصه افر مرا یاد جمله بالا می‌اندازد. این هفته تازه قسمت چهارم افر پخش شده. احتمالاً بیشتر از همین یک فصل هم نیست. پس چرا باید در کنار صفحات دیگر سریال‌ها صفحات مخصوص خود را داشته باشد؟ پیش از اینکه پاسختان را بدهم نگاهی بیاندازیم به آمار دفاتر اسناد رسمی از زوجهای خنگول و شنگول و حبه. عذر میخوام، اینجا رو با یه جای دیگه اشتباه گرفتم. یه لحظه عرض میکردم با ندیدن افر چیز زیادی از دست نمیدهید، حتی اگر مشغول گذراندن دوران جا افتادگی آش زندگی متأهلیتان باشید، به جز یافتن چند نخود لوبیای معمولی مشترک که با راویان داستان دارید، چیز دندانگیر دیگری نصیبتان نخواهد شد. اما اختصاص دادن صفحات مخصوص بابت راویان است. هر قسمت دو پارت دارد. پارت اول روایت مرد خائن است و پارت دوم روایت زن خائن. و این دو روایت فرق دارند با هم. نه تنها نحوه رخ دادن ماجراها در هر روایت تفاوت‌های جزئی دارد با روایت دیگر، که شخصیت این دو خائن پوفیوز هم فرق دارد در هر روایت با دیگری. برای مثال هر کدام از این دو وقتی توسط دیگری روایت می‌شود، خیلی پررو‌تر تشریف دارد. راستی می‌دانید چرا در بیشتر کتاب‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های خائن‌دار زن‌ها خائنند؟ چرا در اکثر آثار دنیا این زن‌ها هستند که جند بازی در می‌آورند؟ چون اکثر آثار دنیا را مردها نوشتند. البته بگذریم. از آنجا که اسم دامداری آمد، برای دور شدن ذهن تصویرگرتان از تصور گذشتن داستان در محیطی روستایی، داستان در شهری کوچک و توریستی می‌گذرد و ای کاش همه قسمت‌هاش به خوبی قسمت اول می‌گذشت. با همان مقدار دقت در جزئیات بعضاً ناچیز به وجد آورنده، یاد گفته دیگری از معاصر دیگری افتادم. وعد در دوبار زن حائض کفاره ندارد. با دیدن افر وقتتان را تلف نخواهید کرد. اما اگر در تعطیلات نوروز بین انتخاب افر و مجموعه کلاه قرمزی مردد شدید، احتمالاً بهتر از صفحه تلویزیون را به صفحه لپتاپ ترجیح دهید. افر هرچه دیرتر منطقی تر. American Horror Story. با دو کلمه دوست و وحشت جمله ای به یاد آورید. بعضی وقتها، فقط بعضی وقتها، به احساسات انسانهای اولیه غبطه میخورم. به اینکه چقدر خالص بوده احساساتشان. از کجا معلوم؟ راههای زیادی برای اثبات این امر وجود دارد. چطور است با راهکار معتقدین به روح پیش برویم؟ از آنجا که در این روزگار دلیل و مدرکی دال بر فرو رفتن روح در جسم ما نداریم، پس این عمل خداپسندانه همان اول کار صورت پذیرفته و از آدمی به آدمیان بعدی منتقل شده. بنابراین هرچه روح جلوتر رفته، قاعدتاً از روحیتش کم شده. انسان اولیه وقتی عاشق می شده، واقعاً عاشق می شده. وقتی تنفر داشته، واقعاً تنفر داشته. نه مثل ما که گاهی خودمان هم نمی فهمیم دلداده طرفیم یا خونخوارش. انسان اولیه وقتی پلنگی جلوش خیز برمی داشته، واقعاً می ترسیده. ترسش ناب بوده. نه مثل ما که اگر پلنگی جلو ما خیز بردارد، نمی دانیم بخندیم یا بترسیم. بگذاریم. نیت خالقین امریکن هارر استوری بعد از به جا گذاشتن ماترک شعور و ارث اناس و ذکور، انتقال تجربه ناب انسانهای اولیه است در حس ترس. اینکه چقدر در تحقق بخشیدن به نیتشان موفق بودند به کم و کیف جگر من و شما بستگی دارد. شما را نمیدانم، اما من همانقدر که سر جدایی چیچی خان از چوچو جان اشک میریزم، همانقدر هم ممکن است برای جدا شدن سر چیچو توسط چوچی چای بریزم. یعنی دستم به استکان بخورد و چای خشکم را بردارد. از ترانه های شهیار قنبری. دوست یعنی وحشت تنها شدن. هر فصل امریکن هارر استوری، هارر استوری خودش را دارد. یعنی شما می توانید بدون اینکه خون از دماغ کسی ریخته شود، از اول فصل در حال پخش چهارم شروع کنید به دیدن سریال. اما توصیه می کنم اگر خواستید این کار را کنید، با فصل دو این کار را کنید. هم فصل بهتری است، هم جنبه کمتری دارد و ممکن است در حالی که مشغول تماشای فصل دیگری باشید برایتان
دردسر ایجاد کند. با توجه به اینکه بازیگران اصلی ثابتند و فقط نقششان در هر فصل عوض می شود، لازم نیست نگران از دست دادن قیافه خاصی باشید. هرچند حیرت زده ام که این دیگر چه جور نگرانی می تواند باشد. انگر منیجمنت. یکی از چیزهایی که مرا و شاید خیلی های دیگر را اندکی ناخوش می کند شبیه به هم شدن ظاهر آدم هاست. طبیعتاً برای ما قدم زدن میان چینی ها و نگاه کردن به صورتشان به خوشایندی قدم زدن میان اوکراینی ها و نگاه کردن به صورت اوکراینی ها نیست. بالا رفتن آمار جراحی بینی، مد شدن نوع خاصی آرایش، فراگیری پوششی به خصوص، همه و همه در جرم شبیه تر کردن ظاهر آدم ها به هم دست دارند. بعضی از هنرمندها اندی وارهول مثلا تکرار سوژه‌ای ساده که به تنهایی زیباش نمی‌دانند را زیبا می‌دانند. مثلا اگر لیوانی به تنهایی زیبا نباشد، با قرار دادنش کنار چند لیوان به همون شکل می‌توان زیباشان کرد. حتی اگر نتیجه اعتقاد این هنرمندان به مزاج ما خوش بیاید، از آنجا که توانایی کنار هم گذاشتن آدم‌های یک شکل را نداریم، به رفع ناخوشی‌مان کمکی نمی‌کند. این کمک نکردن شاید باعث عصبانیتمان شود. آن وقت به کسی نیاز پیدا خواهیم کرد که در کنترل کردن خشممان یاریمان دهد. البته فکر نمی کنم این سوسول بازی ها هنوز در کشورمان راه افتاده باشد. اما مثل این که در بعضی کشورها راه افتاده و شده سوژه فیلم و سریال سازها. یعنی اول شده سوژه فیلمی با بازی آدام سندلر و جک نیکلسون، بعد شده سوژه سریالی با بازی بازیگرانی که دم دستشان بوده. اگرچه احتمالش خیلی کم است، اما اگر هم فیلم را خیلی دوست داشتید، به خیال شباهت کامل اسم و شباهت ناقص داستان به فیلم سراغ سریال نروید. همه بی خودی های سریال انگر منیجمنت را برای شما در یک جمله خلاصه می کنم. خسته اتون خواهد کرد. Band of Brothers. چند وقت پیش در حالی که بنا به درخواست دوست قلب زدم در حال پر کردن هارد اکسترنالش از فرهنگ و هنر غرب هارد خار بودم، پیشنهاد دادم در ازای حذف چند سیزن از سریالی کمدی که پیشتر دیده، بند آف برادرز را هم در هارد کم ظرفیتش بپذیرد. تا موضوعش را پرسید و شنید نپذیرفت. از کیفیت بالای اثر گفتم نپذیرفت. از کیفیت بالای نسخه‌ای که داشتم گفتم نپذیرفت. از تهیه کنندگی اسپیلبرگ گفتم نپذیرفت. از دست اندر کار بودن تام هنگس گفتم نپذیرفت. گفتم مگر نجات سرباز رایان را دوست نداشتی؟ خب یک جورهایی این سریال آن فیلم است. گفت پس دیگر حتما دیدن ندارد. آه کشیدم. حالا هم آه میکشم از راهی که بالاخره منجر به پذیرفتنش شد. آه شرم دارم از داشتن چنین دوستی. گفتم راس فرنز هم توش هست. گفت اه خب بریز پر. بند آف برادرز را طوری ساختن که اگر به آدمی بیرون از باغ بگوییم گروهی با امکانات کنونی به زمان جنگ جهانی دوم سفر کردن تا مستندی بسازند برای شادی دل و روح بازماندگان و رفتگان، بعید نیست باور کنند. تنها بخشی که بند آف برادرز درش لنگ میزند بخش داستان است که آن هم تقصیر حوادث واقعی است که بر اساسشان ساخته شده. آن حوادث آنقدرها داستانی نبودند. سریال 10 قسمت بیشتر ندارد. این 10 قسمت را اگر دوست جنگ رفته ندارید با دوستان سربازی رفته اتان ببینید، احتمالاً لذت بیشتری خواهد داشت. در زندگی وقتهایی هست که زخمهایی هست. آن وقتها به خاطر خوره و انزوا و تراش و اینها حوصله دیدن چنین آثاری را نخواهید داشت. در ضمن نخواهید همه 10 قسمت را پشت سر هم تماشا کنید. حیف است از این سریال زده شوید. علاوه بر آرزوی سلامتی و شادابی برای شما و خانواده محترمتان، امیدوارم وقتی از هواپیمای کینه میپرید چتر محبتتان را گشوده سلاح دشنام را زمین بگذارید، زیرا که اگر قرار باشد طبق توصیه یکی از دوستان متن هر سریال را با توجه به فضای همون سریال بنویسم، همینقدر مسخره است. اتحاد رمز پیروزی. بنشی. نمیدانم شما هم بروسلی را که میدیدید تا چند وقت با صدای بین صدای ببر و میمون سعی در تقلید حرکات مرحوم داشتید یا نه؟ اگر با خودتان صادق باشید به یاد میآورید که چه حالی میداد. مبارزه های تن به تن سریال بنشی هم هرچند فضای متفاوت از فضای فیلم های بروسلی دارد، اما
همان حال را می دهد. منظورم این است که حال می دهد، یعنی با حال است. بنشی چند شخصیت خشن درجه یک دارد، چند شخصیت خشن درجه دو دارد، چند شخصیت خشن بامزه دارد، چند شخصیت خشن خوشگل دارد، چند تیپ خشن معمولی دارد و چند آمیش. اصلا برای آشنایی با بر و بچه فرقه صلح طلب آمیش و فکر کردن به این که نکند راه و رسم زندگی همین است که اینها دارند و بعد به این نتیجه رسیدن که نه بابا بی خیال، بد نیست ماجراهای شهر بنشی رو دنبال کنید. ایده بنشی ممکن است به ذهن خیلی ها رسیده باشد، اما ما بنشی دوستان خیلی خوشحالیم که بنشی سازان فعلی اقدام به عملی کردنش کردند. از همکارانشان در واقع پخش و نودال هم تشکر میکنیم. تقریبا هر معیاری برای پسندیدن یک سریال داشته باشید، این جمله ایست که نزدیک بود از ذهن قلمم بپرد. بنشی خوش ساخت است، موسیقی و تدوین و غیره خوبی هم دارد، اما بهتر است جمله بالا را خرج سریالی کنم که سر محشر بودن از توافق بیشتری وجود دارد. اگر قهرمان خلافکار 15 سال زندان رفته، حالا آمده متقلبانه کلانتر شده ایمان راه همین دو فصل پخش شده را پیش بگیرد، تا انتهای سریال مردی نیست در بنشی که نزده باشد و زنی نیست در بنشی که نکرده باشد. بیگ بنگ سیری لابد اگر به توصیه مسخره دوست خیرخواه هم عمل می کردم، معرفی بیگ بنگ سیری اینطور آغاز می شد. به اعتقاد بنده هر کی بخواد بخنده گاله رو باید ببنده، نشینه روی دنده، توف نکنه رو رنده، میدونه رنده چنده، یه وقت نشه پرنده، پرنده ناپسنده، باید با قدرت سنگ، با دقت یه خرچنگ، بشینه پای بیگ بنگ. در نوشته زیر روی سخنم با کسانی است که سریال را دیدند، کسانی که سر تک تک اپیزودهای 8 سیزن فعلی خندیدند، کسانی که میدانند جهان دست نخورده ما داغ و متراکم بوده، آنها که خبر دارند نزدیک به 14 میلیارد سال قبل انبساط آغاز شده، کسانی که با خوشی لئونارد خوش بودند و با غمش غمگین، آنها که با مشاهده برخی رفتارهای راج خدا را شکر کردند که نماینده هم از شهرشان در سریال هست. روی سخنم با کسانی است که از کم حافظگی هاردشان گله داشتند، اما دلشان نیامده بعضی قسمت‌های بیگ بنگ را حذف کنند. از شما می‌پرسم خدایی دلتون واسه اونایی که شلدن رو نمی‌شناسن نمی‌سوزه؟ چرا خدایی؟ به نظرم بیگ بنگ تیوری با فاصله نسبتاً زیاد بهترین سیتکام در حال پخش است، مخصوصاً برای عزیزانی که تا حدی خوره کامپیوتر و بازی و شاید هم کمی علاقه‌مند به علوم پایه هستند. بلک میرر سریال نیست، بستری است برای همخوابگی فیلم‌های کوتاه با موضوع مشترک تأثیر احتمالی دنیای جدید بر انسانی که به هر حال انسان است. در شرایط تازه همون امیال و احساساتی را دارد که قبل از آن داشته. آقا، خانوم، مسترپیس است این بلک میرر. مباد دیدنش را طوری به تعویق بیاندازید که روز بازخواست وقتی سوال می‌کنند در طول عمر بی حاصلتان چه می کردید که غافل شدید از بلک میرر جوابی نداشته باشید. متاسفانه این مسترپیس فعلاً کلاً 6 قسمت دارد. 2 فصل دارد که هر کدام 3 قسمتند. در قسمت اول رابطه جنسی نخست وزیر بریتانیا را با خوکی گنده به تماشا خواهید نشست. در قسمت دوم می فهمید که دنیای مجازی شده آکادمی موسیقی گوگوشش چه شکلی است. قسمت‌های بعد را خودتان کشف کنید. بنده می خواهم اینجا از قسمت پنجم بگویم. از اپیزود دوم سیزن دوم، از وایت بیر، از خرس سفید. از آنجا که قرار نیست برایتان تعریفش کنم، برایتان از آن تعریف خواهم کرد. اگر پیش از پاک کردن حافظه‌ام بپرسند بعد از پاک کردن حافظه چه فیلم کوتاهی را انتخاب خواهی کرد، اگر بنا باشد تنها همان فیلم کوتاه را ببینی، بستگی خواهد داشت. اگر مربوط به بعد از زمانی باشد که گلپایی بخوانید. خرس سفید و توی آینه دیدم خواهم گفت خرس سفید. خرس سفید در آینه سیاه. اگر مربوط به قبل از آن باشد به خودشان واگذار خواهم کرد و امیدوار خواهم بود خودشان بگویند خرس سفید، همان خرس سفید در همان آینه سیاه. 1. امیدوارم به دیدن بلک میرر ترغیبتان کرده باشم. 2. امیدوارم دوست پیشنهاد دهندم از هماهنگی‌های موجود بین فرم آن سریال و شکل این متن خرسند گشته باشد. Breaking Bad
بیشک اگر معرفی سریال ها در این مجموعه بر اساس ارزش و احترامی بود که برای سریال و سازندگان سریال قائل بودم، بریکینگ بد در صدر قرار می گرفت و خود را خوششانس می دانم که نام نامی بریکینگ بد مثلا زیکینگ بد نیست. چرا که رسیدن به این بخش را آنگونه به انتظار نشسته بودم که کودکی هنگام تماشای اجباری اخبار ساعت 2 شبکه 1 عمو پورنگ ساعت 3 شبکه 2 را به انتظار نشسته باشد. رویه این سالهای حقیر نوشتن چند باره روی کاغذ بود و تایپ در مرحله نهایی انجام می گرفت. اما به خاطر مدل این مجموعه و دیدن انیمیشن لوراکس کاغذ را به خیشتن خیشم وانهادم و از ابتدا دست به تایپ شدم. این توضیح را دادم تا منظورم از شانس و انتظار را دریابید. قوی ترین استدلال مخالفان بریکینگ بد این است که این یارو که همش داره سرفه میکنه. آری، این است قوی ترین استدلال مخالفان این شاهکار مسلم. در مقابل خیلی عظیمی از عشاق بریکینگ بد را میشناسم که هرگاه آمدن سکانسی را مرور کنند، ناتوان ماندند در برابر کشش نیرویی که در گوششان خوانده کسه خار وقت تا تهش را ببین. حتی موقع دیدن آثار درجه 1 بوده وقتهایی که از وقوع رخدادی بی منطق سر پایین اندازم و زیر لب زمزمه کنم کسشه فقط کسشه. اما در بریکینگ بد لب تکان نخورده جز برای گزیدن از حیرت، سر تکان نخورده جز برای تعظیم از تحسین. کانت جایی گفته که اگر هم موسیقی مطبوع ترین هنر باشد، از آنجا که هیچ آموزشی به بشر نمیدهد پست‌ترین هنر است. تصور میکنم کانت را بطری آبجو به دست لم داده بر مبل به اصرار دوستی نشسته پای AMC تا بریکینگ بد ببیند. وقتی میبیند این پست‌ترین هنر چطور با ترکیب آن تصاویر قوقا میکند، وقتی میبیند این پست‌ترین هنر چگونه به تأثیرگذاری بیشتر فضای آموزشی، فضایی که اصلا میگوید دانش قدرت است، کمک میکند، قطعا در جملهش تغییراتی اعمال خواهد کرد. تقریبا تمام افرادی که نامشان در تیتراژ آمده دست کم یک بار در یک پلان نوآوری به خرج دادند و این به غیر از فیلم برداری و تدوین حساب شده و خلاقانه همیشگی سریال است. جیزس. آخر کدام سریالی را سراغ دارید که این همه شخصیت مرکه دارد؟ این همه شخصیت مرکه دارد که تازه هیچ کدامشان با احتساب 5 فصل سریال نقش اصلی محسوب نمی شوند. راستی آیا هستند هنوز سریال بین هایی که دیدن بریکینگ بد را شروع نکردند؟ کاش من جای آنها بودم. کاش جای آنها بودم تا لذت اول بار مواجهه شدن با حرف زدن‌های سول و عمل کردن‌های مایک را می‌چشیدم. اگر چه کیف‌هایی هست که تنها با دیدن دوباره سریال حاصل می‌شود. کاش آنها جای من بودند. کاش جای من بودند تا لذت‌ها می‌بردند از دقت‌ها. دقتی که آفرینندگان اثر داشتند و دقتی که خود خواهند داشت حالا که داستان را می‌دانند. آثار زیادی نیستند که از دست دادن بخش کوچکشان بتواند چیزی از کلیت ماجرا کم کند. بتواند لذتی مضاعف را از بین ببرد یا از نکته کلیدی محروممان کند. اصلا مگر چند اثر وجود دارد که فقط با نشان دادن نگاه شخصیت اول به یک مگس ذهنیتش را برای مخاطب بازگو کند. بریکینگ بد جزو این معدود آثار است. با این حال افرادی هستند که دوست نداران بریکینگ بد را درک می کنند. افرادی که کاملا میفهمند حس آنهایی را که از بریکینگ بد بدشان میآید. شغل این افراد روانشناسی کودکان است. آه، چقدر بتر کال سول سریال بعدی خالق بریکینگ بد را انتظار میکشیم. آه. کالیفورنیکیشن. امیدوارم تا به اینجای کار متوجه تلاشم برای ایجاد تنوع در نحوه معرفی هر یک از سریال‌ها شده باشید. این تلاش به این خاطر بوده که دوستانی که داستانوار مجموعه را می‌خوانند زبانم لال احساس ملال نداشته باشند. اگر هم خدایی نکرده متوجه تلاش بنده نشده باشید، پس خدا را شکر تلاش بیهوده‌ای نبوده تلاش بنده. اگر به متن بالا چند مرد جلقی و چند زن خوشپستان اضافه کنید، چیزی می‌شود مثل سریال کالیفورنیکیشن. اگرچه مانند اکثر تولیدات شبکه شوتایم نسبتاً دیدنی است، اما نه طنزش طنز جانداری است، نه درامش درام استخانداری است. و جذابیت‌های سریال عمدتاً مدیون شخصیت به تخمگیر اصلی است. نویسنده‌ای نسبتاً جذاب و دارای اعتماد به نفس بالا که نمونه‌اش در دنیای واقعی کم پیدا می‌شود. هرچند بیشتر مردها دلشان می‌خواست چیزی شوند شبیه این آقا،
و اگر دغدغه مالی نداشتند برای رسیدن به این شباهت تلاش هم می کردند. سریال سرانجام خاصی ندارد. اصلاً سرانجامی ندارد. همین طور تا انتها یک سری اتفاق برای یک سری آدم می افتد که بعضی از اتفاقها و آدمها ممکن است بامزه باشند. یک سری حرفها هم زده می شود که یک سریشان جالب است. ایراد اساسی که به عنوان مخاطب غیر آمریکایی اثر می توان گرفت این است که کالیفرنیکیشن حتی در حد یک سریال کمدی کم خرج آمریکایی هم ما را با فرهنگ واقعی آمریکا آشنا نمی کنند. پس شاید حق دارند کسانی که در مقایسه با انجام دادن کاری واجب‌تر دیدن این سریال را وقت تلف کردن می دانند. اما به نظر من بستگی دارد آن کار واجب‌تر چه کاری باشد. اصلاً مگر ما سریال دیدن را جایگزین کاری واجب کرده ایم؟ حرف ما این است که سریال باید در 8 ساعت تفریح باشد. خود سریال بعدتر به ما می فهماند از 8 ساعت خواب و کار هم بزنیم یا نه. یاد اون جمله شریعتی افتادم. کالیفرنیکیشن نه قرار است درس زندگی بدهد، نه اصلا درس زندگی می دهد. اما دیدنش برای کسانی که زندگی را خیلی جدی گرفتند حتما مفید خواهد بود. دکستر. اگر 60 سال عمر کنیم تقریبا 20 سالش را خوابیم و 5 سالش را هم در حمام و مستراح می گذرانیم. با این حال سریال هایی هستند که دیدنشان می ارزد. سریال هایی مثل دکستر. تقریبا هر معیاری برای پسندیدن یک سریال داشته باشید دکستر راضیتان خواهد کرد. ذهن عدالت خواه بشر، البته عدالت برای اجرا شدن روی دیگری نه خود آدم، و فیس و افاده های دست و پاگیر قانون وجود بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن را ضروری می کند. بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن در صورت وجود داشتن راه بهتری از دکستر شدن ندارند. هرچند بهانه خود دکستر وجود نیاز است نه نبود عدالت، و کارش نه پایین آوردن گربه پیرزنی ناتوان که کشتن کشنده هاست. از خون و خونریزی دلتان ریش می شود؟ نترسید. دکستر وحشی بازی در نمی آورد. آنقدر لطیف و با وسواس خون می ریزد که عمرن جایتان ریش شود. دلیل اینکه سوپر هیروها در دنیای واقعی بهتر از دکستر باشند تا جنگولک بازی های خودشان را ادامه دهند هم همین وسواس دکستر است. او از پدرش که پلیس بوده و ناتنی آموخته چطور میل به کشتنش را در مسیری کنترل کند که به گیر افتادنش منتهی نشود. به دلیل حفظ استخوان‌بندی ثابت در فرم کل اثر به شدت برای کلاس‌های آشنایی با درام یا آموزش نویسندگی متن دراماتیک توصیه می‌شود. مجموعه دکستر 8 سیزن است. هر سیزن 12 قسمت دارد. در ترمی 12 کلاسه که معمولاً هم همینقدر کلاس دارد هر ترم، می‌شود در هر کلاس یک قسمت پخش کرد و دنبال روندگان دانش پیرامونش به بحث بنشینند. نگارنده اصولاً 8/10 نریشن ها را اضافی یا نازیبا می داند. مخصوصاً اگر به زبان شیرین فارسی روی تصویر قرار گیرد. کلن به زعم حقیر زبان فارسی زبان روی تصویر قرار بگیری نیست. البته ایراد از زبان نیست قطعاً. ایراد از این است که در بهره بری از زبان واقعی مردم در سینما محدودیت داریم. جز این اگر هم فیلمی جز درام رئال خانوادگی و اجتماعی بسازیم به دلیل ضعفمان در ضعف سینما با مقایسه ناخودآگاه با آثار مثلا هالیوودی مضحک به نظر می رسد لحن زبان. یادم بماند جلوتر بیشتر در این باره فک بزنم. اما انصافا نریشن های این نیمه انسان نیمه خدا دکستر حرف ندارد. با اینکه سریال خوبی است اما همه فصل ها به یک میزان عالی نیستند. حتی خیلی ها معتقدند فصل آخر و مشخصا پایان دکستر کاملا پایان ضعیف و بدی است. این خیلی ها که عرض می کنم برای بچه پارک سر کوچه ما نیستند. می توانید به امتیاز هر فصل در IMDb نگاه کنید. برای بچه پارک سر کوچه ما فصل 4 را چالش برانگیزترین و بهترین فصل می دانند. راستی افتخار شبکه شوتایم دکستر با امشو شوشه شروع می شود. البته نه با صدای سندی و فارسی جنوبی، با صدای دکستر به انگلیسی در میامی. بعدش هم لیپک لیلی لونه نمی گوید. لیپک لیلی لونه؟ لیپک ری هیرونه، قطب نما رو به جنوبه. منظورش هم چیزی عاشقانه پاشقانه نیست. داونتاون ابی. داونتاون ابی قصه معصومیت ها و کسکشی هاست. داستان بدجنسی ها و بیخیالی ها. سرگذشت احترام و اقتدار، مسئولیت و ایثار، خاری و انتظار.
این آخریا رو دیدم بهش میاد، از خودم در آوردم. هرچند بعید نیست داستان اینا هم باشه. فعلا فقط چند قسمت دیدم. داستان امارتی بزرگ با ارباب و خانوادهش همراه انواع و اقسام خدمتکاران است. موضوعی که باعث درآمدن این امارت و ساکنینش از حالت روتین می شود و خالقین اثر را به این فکر می اندازد که ممکن است زندگی این ساکنین از این به بعد برای بیننده جذاب باشد، غرق شدن وارث امارت همراه کشتی تایتانیک است. ارباب فرزند ذکور ندارد و قانون بریتانیای آن روزگار با اینکه نه تنها چرخ که ماشین هم اختراع شده بود، حکم قانون بشرانه ای نمی داده. حتما برای خیلی ها دیدن یا آشنا شدن با سبک زندگی آن شکلی جذاب است. لباس ها و طرز پوشیدنشان، پادوها و طرز برخوردشان. مردانی که برای بستن کمربند به مردان دیگری احتیاج دارند، زنانی که نه تنها حق رأی ندارند، کنگار به رأی دادن احتیاج هم ندارند، دخترانی که دست به سیاه و سفید نمیزنند، خانمهایی که وظیفشون دست زدن به سفید و سیاه است و و و داونتاون ابی شاید سریالی برای همان مردان علاف و زنان بیکاری باشد که ذکر خیرشان بود. سریال خال زنکی است، اما سریال خال زنکی نسبتا خوبی است. هرچند بنده در اکثر حالات روحی هم ترجیح می دهم بنشینم پای تماشای چند باره گیم آف ترونز و فرندز تا پای تماشای ادامه داونتاون ابی. اپیزودز خدایی نیچه گوهخوری زیاد کرده. یکی از این گوهخوری ها این است: به سراغ زنها می روید، شلاق را فراموش نکنید. زنانی در اپیزودز هستند که آدم دلش می خواهد به سراغشان که می روید شلاق را فراموش نکند. نه زنان فقط، مردانی هم هستند در اپیزودز که آدم دلش می خواهد به سراغشان که می روید همینطور به کونشان شلاق بزند پشت هم. تا از این منحرفتر نشده ایم، به سراغ بحث اصلی می رویم. داستان از این قرار است که زوجی موفقیت به دست آورده در انگلستان به درخواست شبکه آمریکایی به لس آنجلس می روند تا سریالی که عامل موفقیتشان در انگلستان بوده را این بار در هالیوود بسازند. برگ برنده سریال حضور پررنگ جناب مت لوبلانک است که برای فرندز دوستان وجودش مایه نشاط است و مفرح ذات. اگر کسی با ایشان آشنایی قبلی نداشته باشد و دیدن اپیزود را هم صرفاً بابت برچسب کمدیش انتخاب کرده باشد، 97% توی ذوقش خواهد خورد. پس اگر ایشان را نمی‌شناسید و حوصله دیدن لوس بازی‌های بازیگران اپیزود را هم ندارید، حتی اگر نه اینها که وقتتان اجازه نمی دهد، توصیه می کنم بروید رادیو پس فردا گوش کنید. یاد دانش آموزی افتادم که اگرچه در هیچ زمینه ای سواد خاصی نداشت، اما درباره نوع خاصی از آبزیان اطلاعات زیادی داشت و هرچه هر کدام از معلمانش از او می پرسیدند را یک جور به آن نوع خاص آبزی ربط می داد و در آن باره توضیحات مفصلی ارائه می کرد. مثلا در پاسخ به معلم جغرافی که از آب و هوای مدیترانه ای پرسیده بود می گفت: آقا اجازه، آب و هوای مدیترانه به خاطر دریای مدیترانه که دریای است دارای آبزیانی مانند فلان آبزی که این جور است و آن جور است و آن طور است و این طور است و غیره. یا وقتی معلم تاریخ چگونه به تخت نشستن آقا محمد خان قاجار را جویا می شده، با اعتماد به نفسی مثال زدنی شروع می کرد: آقا اجازه، نمیدانم شما هم شنیده اید یا نه، اما گویا آقا محمد خان به دلیل علاقه‌ای که به فلان آبزی داشت و این آبزی هم این طور بود و آن جور بود و خلاصه آنقدر ادامه میداد که معلم بخت برگشته بی خیال میشد. یادتان نرود رادیو پس فردا گوش کنید. اکستنت دانشمندی فرموده که اگر فکر میکنید تنها روی کره زمین زندگی جریان دارد، چرا فکر نمی کنید در زمین یک هکتاری تنها یک دانه می شود کاشت؟ البته جور دیگری فرموده و حقیر برای خیلی تکراری نشدنش آن طور نوشتم. توصیه می کنم آن هم به شدت که اگر ذره ای حیات در دیگر کرات دقدقتان بوده یا هست، قسمت اول سیزن Stay Through the Wormhole را از دست ندهید. در این قسمت از این مستند با فرض وجود موجود غیر زمینی، بحثش سر این است که در صورت برخورد با این موجودات چطور باید با آنها ارتباط برقرار کنیم. نظر مرا بخواهید، با آمدن فضایی ها برای زمینمان همان اتفاقی می افتد که برای آمریکا افتاد بعد از آمدن کریستوف کلمب. جای بهتری می شود، اما نه برای ما، برای آنها. مرد دانشمند و زن فضانورد و فرزند ربات. سیاره سریال اکستنت بر مدار این خانواده می گردد.
احتمال می دهم اکستند سازان می خواستند چند مفهوم فلسفی و پیچیده امروزی را در قالبی ساده و همه پسند به خورد ملت دهند. خواستند در پاکت سنیچ بیسکی اسکاچ بریزند، اما موفق نبودند. ضمن این که اصلا نیازی به این کار نبوده. می شد با ایده‌ای که دارند فیلمی سینمایی یا تلویزیونی تهیه کنند. حتی مینی سریال هم زیادی بود برای این قصه، که با توجه به عوامل پشت و جلوی صحنه حتما اثرشان به حد مورد نظرشان دیده می شد. نمی دانم آیا تمهید شاخی اندیشیدند برای بهتر و جذابتر شدن فصل دوم یا نه. ولی قوچ اکستنت را اگرچه قوچ به فکر برنده است، هر کاریش کنند گوز نمی شود. واقعا سازندگان اکستند کار سختی کردند. در اثرت هلی بری داشته باشی، آدم فضایی دم دستت باشد، جهان کلی پیشرفت تکنولوژیک کرده باشد، اسپیلبرگ هم اطرافت بپلکد، بعد اثری معمولی بیافرینی. واقعا سخت است. فارگو. 10 ساعتی که صرف تماشای فارگو می کنید از تلف نشده ترین ساعتهای عمرتان خواهد بود. چه دقایق هیجان انگیزی خواهید داشت، چه ثانیه های بشاشی بر شما خواهد گذشت. در پایان این 10 ساعت داستان پایان می‌یابد، اما اگر اشتباه نکنم حرفش هست که فصل‌های بعدی با داستان‌های دیگر و بازیگران دیگر هم ساخته شود. و اگر با همین کیفیت فصل نخست بسازند، باید دستشان را به گرمی فشرد. کوبریک نیستن که ببوسیم دستشونو. والا به خدا چه پرتوقع شدن ملت. نکند از فیلم سینمایی فارگو به هیچ وجه خوششان نیامده باشد و فهمیده باشید این فارگو را هم همان دو برادر با همان داستان ساختند و کنارش گذاشته باشید. بله، این فارگو را هم تقریبا همان دو برادر ساختند. یک ربطهایی هم به آن فیلم دارد، اما آن کجا و این کجا؟ آن دانه فلفل است و این خال مهرویان. در یکی از سایت ها نظرسنجی راه انداخته بودند که با کدام شخصیت از کدام سریال خیلی حال کردید. باور بفرمایید بنده به ندرت در این مدل نظرسنجی ها شرکت می کنم، مخصوصا اگر به این زشتی سوالشان را پرسیده باشند. منتها به قدری پاسخ سوال قاطعانه به ذهنم خطور کرد که در جا افه روشنفکری و گذاشتن کلاس و این خودعبلات از یادم رفت و نوشتم آنچرا که باید می نوشتم. مگر می شود با شخصیت مالوو حال نکرد؟ مگر می شود با شخصیت لورن مالوو خیلی حال نکرد؟ خیلی باحال است. خب احتمالاً باهوش و باشعورترین قاتل ساختگی دنیاست. زرد خانان بدانند بازیگرش هم مدتی همسر خانم آنجلینا جولی بوده. ایشان در بیشتر افاضاتشان قصد دارد ثابت کند ما انسان‌ها هنوز حیوانیم و نه تنها این قضیه ایرادی ندارد، که بهتر است اعمالمان هم در راستای اثبات همین مهم باشد. نکته مهمی که بد نیست به آن اشاره شود، استفاده خالقان بزرگ آثار خوب از اکوسیستم منطقه‌ای است که داستان در آن رخ می‌دهد. از معماری گرفته تا آب و هوا در اثر نقش دارند و بعضن حتی شخصیت دارند. به هر روی هنرمند کار درست بی‌دلیل محلی را انتخاب نمی‌کند، یا اگر بی‌دلیل انتخاب کرد بعدن از عوامل محیطی و غیر محیطی محل بهره خواهد برد. مثال خارجیش همین فارگو. مثال ایرانیش خیلی کم است. قصه های مجید مثلا. البته در نظر بگیرید که اغلب هنرمندان ایرانی به خاطر راحتی و مسائل دیگر ترجیح می دهند قصه آثارشان اگر در خارج نگذرد در شهر بی‌هویت تهران بگذرد. چند وقت پیش در مجله سینمایی پرونده‌ای تشکیل داده بودند درباره فیلم های ایرانی که خارج از ایران ساخته شدند. نتیجه‌ای که خواننده آن پرونده می‌گرفت ناراحت کننده بود. البته اگر آن خواننده خبر می‌داشت که در ایران تقریباً هیچ فیلمی غیر دولتی نیست. از میان تمام آن فیلم‌ها که کم هم نبودند، تنها اسکرخ تاراین حاتمی کیا بود که آنجا ساخته شدنش ضروری به نظر می‌رسید. داستان یا فیلمبرداری بعضی از فیلم‌ها هم اصلاً نیازی نبود در خارج بگذرد، چه برسد به اینکه در کدام کشور بگذرد. برگردیم به فارگو. چه دوستانی که تعریف کردنشان از فیلمی در دو جمله زن چه قشنگ بازی میکرد و مرد چه قشنگ بازی میکرد خلاصه میشود، چه دوستانی که از مکاتب بازیگری و مراتب هدایت بازیگر سر در میآورند از بازی بازیگران اصلی فارگو لذت خواهند برد. لازم است به طنز خاص فارگو هم اشاره کنم؟ نه، لازم نیست.
کار این مجموعه همانطور که پیشتر عرض کردم نقد نیست. اگر برای پایان نامه یا کار کلاسی به اطلاعاتی از این دست نیاز دارید، مثل همیشه به جستارهای ویکی‌پدیا مراجعه کنید. با تشکر. Forever. برخی بزرگان نوشتند تنبیه آدم و حوا بابت خوردن میوه درخت ممنوعه، پس گرفتن جاودانگی از آن دو و تقسیمش بین فرزندان و فرزندان و فرزندانشان بوده. از همین روز که درد بیدرمان بشر همه دوران شده میل به جاودانه بودن، شده تلاش برای جاودانه شدن، و نقاش میکشد تا جاودانه شود، طراح میکشد تا جاودانه شود، شاعر میکشد تا حال کند و بشر خلق میکند تا جاودانه شود. احتمالاً به آن بزرگان میگویید اینطور نیست، چرا که اکثر مردم جزو خلق کننده ها نیستند. بیشتر مردم نه بکش و بنویس و بساز که غیر اینانند. بیشتر آدمیان زندگی عادی دارند، مگر چند درصد انسان ها دغدغه به جا گذاشتن ماترک شعور دارند. بزرگان خواهند گفت این را هم نداشته باشند، میل به بقا که دارند. شما خواهید گفت حلزون هم میل به بقا دارد. آیا حلزون هم از میوه درخت ممنوعه خورده؟ اینجاست که بزرگان برای شما داستان اودیسه را تعریف خواهند کرد که برای یافتن آب حیات و اکسیر زندگانی دهن خودش را سرویس کرد و در نهایت فهمید راه جاودانگی همین راهی است که مردم معمولی می روند. همین ازدواج کردن و بچه دار شدن راه جاودانگی است. در واقع تنها راه جاودانگی. بعد شما میپرسید یعنی بچه های هومر بیشتر از آثار هومر در زنده ماندن نام هومر نقش داشتند؟ بزرگان انگشتی بر ناف خود میکشند و تقریبا بعض را عوض میکنند. اگر آمار ازدواج نکرده ها را بگیریم، میبینیم بیشترشان از همان بکش بنویس بسازها هستند. از طرفی زنان چون میزایند ناخودآگاه خود را خالق میپندارند و کمتر از مردها بکش بنویس بساز میشوند. شما و بزرگان را به حال خود گذاشته به سریال فورور میپردازیم. کشتی کوچکی در شبی از شبهای قرن 19 میان دریای طوفانی میرفت و میرفت. دکتری در این کشتی بود که در دفاع از بردهی گلوله خورد. مرد؟ نه. به دریا افتاد و جاودانه شد. از آن شب به بعد هر وقت این دکتر میمرد، به لحظه نکشیده زنده و برهنه سر از آب برمی آورد. گذشت و گذشت تا این دکتر شد 200 ساله و عوامل سریال فوراور تصمیم گرفتند داستان کلی سریالشان را بر اساس زندگی نسبتاً روزمره این دکتر بسازند. داستان کلی سریال همانطور که مشاهده کردید جذاب است، اما ایراد کار این است که بعد از چند قسمت داستان کلی ول می شود و داستانهای جزئی نچندان جذاب جایش را می گیرد. وقتی سریال شروع شد و ادامه یافت، دیدم قهرمان شرلوکی با علم استنتاج است که نمی میرد. می گفتم به به. اما این به به گفتنها زیاد طول نکشید، چرا که هر بار کمرنگ تر می شد این بعد سریال. هر قسمت تلاش دکتر و همدستانش در حل معمای مرگ کسی است که اول همان قسمت مرده. آخر قسمت هم قاتل یا علت مرگ معلوم می شود. از آنجا که ما مخاطبین در حل معماها شریک نیستیم، کشف دکتر و همدستانش برامان اهمیت زیادی ندارد. در واقع برای مخاطب خوراک ندارند. اکثر سرنخ‌ها و قاتل‌ها را تا آخر قسمت به زور می‌بینیم. حتی چند مظنون همزمان هم ندارند تا مزه حد زدن را بچشیم. به هر مظنونی میرسند چک میکنند و اگر نبود سراغ بعدی که یا از وجودش تا آن موقع اطلاعی نداریم یا مظنون محسوب نمی‌شده می‌روند. گاهی هم اتفاقات امروز گره می‌خورد به اتفاقهای گذشته کسل کننده دکتر کم استنتاج. با اینکه فوراور سریالی کاملا اپیزودیک محسوب نمی شود، اما پیگیریش به کسالت باری سریال های اپیزودیک است. فرندز. اگر فرندز را ندیده اید و دارید نوشته‌ای درباره فرندز می‌خوانید، بلا تشبیه حج تمتع را کنار گذاشتید تا از کنار امامزاده صالح رد شوید. البته فرندز را نمی‌بینند، مشاهده نمی‌کنند، با آن زندگی می‌کنند. فرندز زندگی کن‌ها؟ بله، زندگی کن‌ها. برخلاف دیگر سریال بین‌ها صرفاً مشاهداتی مشترک ندارند. آنها یک جامعه اند. فرق می‌کنند با آنها که فرندز را به زندگی ننشستند. فرندز 100 است. پس 90 هم پیش ماست. احتمالاً هر کمدی باحالی که با جمع شدن‌ها و حرف زدن‌های چند دوست پا گرفته مدیون فرندز است. How I Met Your Mother که دیگر خیلی مدیون فرندز است. با این حال هنوز فرندز از تمامشان بهتر است.
حتما طواف فرنز را به بعد از زیارت آنها موکول کنید. برای توریست تخت جمشید دیده، پارک قوری و دروازه قرآن شکوهی ندارد. برای شما فرنز ندیده ها، بریکینگ بد رها کرده ها، گیم آف ترونز ساده انگاشته ها، لاست در لیست حالا بعدن میبینم قرار داده ها، سرگرمی ترتیب دادم. اگر خوب دقت کنید متوجه خواهید شد که شکل زیر را پیشتر دیده اید. سعی کنید بدون دوباره نگاه کردن به آن این را رنگ‌آمیزی کنید. و ان لیس الانسان الا ما سعا. خب پس رجوع بشه به کتاب. فرینج، آیا شما عشاق فرنز می‌فرمایید آنطور که شایسته است حق مطلب را ادا نکردم؟ از آیا میدانید های جالبش نگفتم؟ نگفتم بین این همه سریال صدای خنده تماشاگر بر گفتار و کردار بازیگر گذار تنها صدای تماشاگران فرنز واقعی است انگار. از تک تک شخصیت های به یاد ماندنیش ننوشتم. ننوشتم از فرهنگی که برای بینندگانش می‌سازد. حق مطلب تماشای فرنز است. کدورت ها را کنار بگذارید و بخوانید از فرینج. از آنجا که همه مردم فارغ از سطح سواد و نوع نژاد به علوم خفیه علاقه دارند و نسبت به رمز و راز هستی کنجکاوی نشان میدهند، تماشای اثری که اوایلش حرف از جهان موازی میزند و اواخرش برای هر چه در دنیا گذشت و میگذرد خدایانی نسبتاً ملموس معرفی میکند قطعاً جالب خواهد بود. من این خطوط نوشتم چنان که دوست پیشنهاد دهندم بداند پیشنهادش را از یاد نبردم. فرینج فقط حرف از جهان موازی نمی زند. رفت و آمدی برپاست دیدنی. و فقط خدایان نسبتاً ملموس را معرفی نمی کند. طرز غذا خوردنشان را هم نشان می دهد. چقدر هم فلفل می خورند کچلهای از خدا بی خبر. یکی از سه شخصیت اصلی فرینج دانشمند نیمه دیوانه نیمه همه چیزدان است که اگرچه تا انتهای سریال عمرن با او آشنایی کامل پیدا کنید، اما حرکات و سکناتش لحظات با نمکی برای شما و دوستانتان رقم خواهد زد. با اینکه به نظرم در آوردن قصه های فری زیاده روی کردند، سریال شروع و ادامه خوبی داشت. از یک جایی به شدت افت کرد، طوری که کمتر کسی بوی بهبود از اوضاع فرینج می شنید. اما به شکلی باور نکردنی بهتر شد و واقعا به بهترین شکل پایان یافت. اتفاقا دوست پیشنهاد دهندم از کسانی است که با افت و وقفه‌ای که فرینج دچار شد تماشایش را کنار گذاشت. من این خطوط نوشتم چنان که بیکار شد تمامش کند. او بعدی گیم آف ترونز. گیم آف ترونز. ما تا ابد معلق ماندگان در فضای کمکران کهکشان ساخته آر آر مارتین می توانیم جای سه درد اول بیت زیر نام هر چیز وابسته به این کهکشان را بگذاریم و فریاد سر دهیم. از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. مثال: از گیم آف ترونز سخن گفتن و از گیم آف ترونز شنیدن با مردم بی گیم آف ترونز ندانی که چه دردی است. کیست آن بی ذوق و سلیقه‌ای که مخالفت کند؟ کجاست آن بی ادب سلیطه‌ای که به غیر این اقرار نماید؟ کیست؟ کجاست؟ کیست و کجاست تا با تیغ استیل والریان سر از تنش جدا کنیم؟ به جز چند استثناء همه فیلم‌هایی که از روی کتابی مطرح ساخته شدن قادر به راضی کردن خوانندگان کتاب نبودند، تا جایی که حتی فیلمساز توانایی مثل فکر کنم هیچکاک گفته بوده از روی رمانی درجه یک نمی شود فیلمی درجه یک ساخت. با این حال گیم آف ترونز شاید بهترین اثر اقتباسی باشد که با آن مواجه شدم. اتفاقا نه به این دلیل که مو به مو هر آنچه در کتاب بوده را به تصویر کشیده. هرچند در مورد انتخاب بازیگران می شود قسم خورد که دقیقاً با توجه به کتاب تولید مثل صورت دادند تا به دنیا بیاورندشان. به این دلیل که برای به تصویر کشیدن کتابی به آن شکل در این قالب راه بهتری سراغ نمیتوان کرد. شاید میشد جنگ ها را همچون کتاب پرملاتر نشان داد، اما همین هم از زمان کوتاه 10 ساعت برای 500 صفحه کم میکرد. پس بهتر که این زمان صرف مسائل دیگر شده. یا سریال نسبت به کتاب از فانتزی و جادوی کمتری برخوردار است، که این هم به این خاطر که نظر طیف گسترده تری از مخاطبان جدی تر کار را جلب می کند نیکوست.
بعضی اتفاقات عوض شدند، برخی رخدادها از لحاظ زمانی طبق شماره بندی کتابها جابجا شدند و تعدادی شخصیت حذف شدند، اما همه اینها از بازی تاج و تخت اقتباس بهتری آفریده که بیشک از مهمترین دلایلش نظارت مستقیم نویسنده کتاب حضرت مارتین بر داستان سریال است. بنده با اینکه کوشش می‌کنم نوشتم پیرامون هر اثر هم برای اثر دیده ها چیزی داشته باشد هم برای اثر ندیده ها، اما به اثری مثل گیم آف ترونز که میرسم کوششم فایده چندانی نخواهد داشت، چرا که حداقل فضای مجازی پر است از نوشته ها و گفته ها درباره گیم آف ترونز و بعید است چیزی تازه تر بتوان بر آنها افزود. فکر نمی کنم دست کم از بین کسانی که سریال را از تلویزیون ندیده اند کسی باشد که به تنها یک بار دیدن سریال قانع شده باشد. اصلا مگر می شود این سریال را فقط یک بار دید؟ مخصوصا اگر کسی کتاب های اصلی را نخوانده باشد، بر او واجب است که دوباره از اول هرچه گذشت را مرور کند. حقیر قول شرف می دهم ارزش وقتتان را داشته باشد. مواردی را تازه بعد از بار دوم دیدن خواهید فهمید، هرچقدر هم که آدم باهوش و دقیق بینی تشریف داشته باشید. جلوتر در بخش اسپارتاکوس خواهید خواند که به طراحان صحنه گیم آف ترونز خورده گرفتم، اما اینجا میگویم آن نوشته بعد از دیدن فقط یک قسمت از گیم آف ترونز نگاشته شده و اینکه ما ایرانی ها عادت داریم برای بالا بردن چیزی حتما چیز دیگری را پایین بیاوریم در غیر این صورت به ما نمیچسبد. اگر ژان را در نظر بگیریم نمیتوان به طراحی صحنه گیم آف ترونز خورده گرفت. به بیان ساده تر مخاطب حسابی. وقتی پذیرفته ای که اژدها باشد، خب باید مدل فلان و طرز بیسار را هم بپذیری. Hello Ladies. از کمدی های شبکه فخیم و محترم HBO یکی همین Hello Ladies است که از دیگر کمدی هایش که دیدم بیشتر پسندیدم. بعد نیست بدانید شبکه HBO برای هر قسمت از همون سریال گیم آف ترونز که صحبتش بود چیزی حدود 6 میلیون دلار خرج می کند. این را گفتم تا بعدن وکلای شبکه بازی در نیاورند که به چه حقی از مسائل مالی سریال ننوشتی. وقتی آدم می بیند مصرف کننده خمیر دندانی بر گوشه لثه‌اش لکه ریزی افتاده و هزاران دلار غرامت می گیرد از شرکت خمیر دندان سازی، باید هنگام مواجهه با آمریکایی ها احتیاط کند. در بیشتر جملات پاراگراف زیر از صنعت اغراق استفاده شده. نمیدانم میان گریه و خندیدن و وقت خنده گریه سر دادن از کی بین شعرها باب شده، اما اگر هلو لیدیز خیلی قدیمی بود میشد گفت از زمان پخش هلو لیدیز. شاید حالت گریه و خنده توامان مخصوص کمدی تلخ و طنز سیاه باشد، اما با اینکه نه کمدی هلو لیدیز طعم خاصی دارد نه طنزش رنگ خاصی، وقت خنده میگریانند و میان گریه میخندانند. بیشتر جملات پاراگراف زیر ربطی به سریال ندارد. علت علاقه‌مندی ایرانی ها به فیلم هندی را عده‌ای از مردم شناسان اشتراکات ژنتیکی ما بین این دو ملت پیشتر یک ملت بوده عنوان کردند. زن و مرد و کودک ایرانی در فیلم هندی چیزی را می‌بیند که در فرهنگ کنونیش از آن محروم یا دور است، اما در فرهنگ ژنتیکیش جدا از آن نیست. این مردم شناسان شرم را کنار گذاشته و گفتند اگر ایرانی بگوید از فیلم هندی خوشش نمی آید یا دروغ می گوید یا باید به نطفه شک کرد. خصوصا در مورد زن ایرانی ماجرا شدت بیشتری دارد و از این رو زن ایرانی علاقه و نزدیکی بیشتری حس می کند به کسکلک بازی های فیلم های هندی. استوارت بلند قامت هلو لیدیز گو هم با وجود سردی مرام اروپای غربی در ذاتش احتمالاً رگه های از معرفت شرقی دارد در رگهاش. همین باعث می شود ما گاهی اوقات با او همزاد پنداری بیشتری داشته باشیم. پاراگراف زیر پاراگراف کوتاهی است. چند روز پیش سازندگان سریال معرکه بلک میرر محبت کردند به مناسبت کریسمس قسمتی ویژه به قسمت های عمدتاً ویژه فصل دو افزودند. هیروز درباره سریالی که بعد از 5 فصل انقدر مسخره و آبکی شده بود که برای هیچ کس کنسل شدنش مهم نبود، چه حرف اساسی می شود زد؟ شاید بهتر بود حرف زدن از هیروز رو به بخش‌های آخر مجموعه منتقل می کردم، اما اونجوری یا باید جز سریالایی می شد که کامل ندیدم و خوب شنیدم دربارشون، یا باید جز سریالایی می شد که ناقص دیدم و بیخیال دیدنشون شدم، و هیروز جز هیچ کدوم اینا نیست.
توصیه هم درباره هیروز بهتره به جای دیدنش به تفریحات دیگه‌ای بپردازیم، مثلا ورق بازی با خانواده یا دوستان. بشینید هفته خبیث بازی کنید با خانواده، یا شلم بزنید با دوستان، یا برعکس. ولی اگه میخواین حکم بازی کنین بدون اینکه تیم بازنده تیم برنده رو به چیزی مهمون کنه، هیروز هم گزینه بدی نیست. اصلا کتاب بخونید، مطمئن باشین خوندن بیشتر کتاب ها بهتر از هیروز دیدنه. یا فیلم ببینید، حتی شاید سینما ها فیلمی داشتن که ارزش وقت و هزینه گذاشتن داشت و با دوستان یا خانواده رفتین سینما. اصلا میتونید برای یک بارم که شده سری به گیشه تئاتر شهر بزنید اگه ساکن تهرانید، یا میتونید از حالا تا 3 ماه هفته 1 نهار روی پشت بوم منزلتون میل کنید همراه خانواده. سعی کنید در سبک زندگیتون تغییری هرچند جزئی ایجاد کنید. با مرور لیست مخاطبانتان به آنها که حوصله‌شان را دارید و مدت هاست با آنها تعاملی نداشتید اسمس بزنید، نه از این سنتوال ها. اسمسی که در آن حرف از خاطره‌ای بین شما دو نفر باشد. با پست کردن یادداشتی محبت آمیز و شاخ گلی آراسته به خانه یا محل کار قهرمان همسرتان باشید. کونه لق قهرمان های تخمی هیروز. هوملند. خسته که نشده اید؟ از خود عالی پنداری فرض را بر این گذاشتم که از ابتدا تا اینجا را یک سره بی حتی دستشوی رفتن خانده اید، در حالی که شاش امانتان را بریده بوده. برای عوض کردن فضا اجازه دهید از ایمیلی بگویم که من خود به چشم خیشتن دیدم. ایمیل رابط جشنواره ای اروپایی به فیلمسازی ایرانی. در آن ایمیل آن رابط متذکر شده بود که نباید در فیلم شما آثار تمدن آنچنانی دیده شود. منظورش برج میلاد و تونل رسالت و بزرگراه مدرس و اینها بود. وگرنه جشنواره معذور است از پذیرفتن فیلم شما. اگر به فیلم‌های وطنی جایزه گرفته از آنها توجه کنید، مثلا همین فیلم‌های دم دستر آقای فرهادی، می‌بینید که از این چیزها نمی‌بینید. البته آن خانم رابط در ادامه نوشته بود که دلیل این امر این است که این جنبه از ایران برای ما که خودمان آخرت این جنبه ایم ارزشی ندارد و ترجیح می‌دهیم از کشور شما چیزهایی ببینیم که خود فاقد آنهاییم. بخش قابل توجهی از سیزن 3 سریال هوملند در ایران می گذرد. ایران هوملند نسبت به ایرانهای آثار در سطح هوملند با همین حد توان ساخت و همین مقدار میزان بودجه لااقل از منظر معماری شهری ایران آبرومندتر است. ولی آیا غیرتمند ایرانی نباید از دیدن جاهای به خصوصی از هوملند خونش به جوش بیاید؟ بله، باید خونش به جوش بیاید. آیا به جوش آمدن خون میتواند دلیل محکمی بر تحریم هوملند باشد؟ نه، گوه زیادی دیگر نباید خورد. اتفاقا باید باعث شود به تحلیل هوملند بپردازیم، نه تحریم هوملند. داستان ابتدایی هوملند ترکیب خوبی است از چند ایده خوب که شاید قبلا در فیلم‌های متوسط هالیوودی با آن مواجه شده اید. فیلم های با موضوعات جاسوسی و سازمان سیاه و خانواده سرباز راهی جنگ کرده مرد پنداشت زنده برگشته و یک نفر حقگو مقابل یک دنیا باطلگو و اینها. شنیدم که هوملند سریال مورد علاقه پرزیدنت اوباما هم هست. با توجه به واقعی تر به نظر رسیدن سناریوی هوملند نسبت به حتی خیلی فیلم های درجه یک سینمایی با همین محوریت های هوملند، بعید نیست شنیدم حقیقت داشته باشد. House of Cards. عجیب نیست که علاوه بر سیاسیون و سیاست دوست ها، حتی بی تفاوت ترین آدم ها نسبت به سیاست و سیاست بازی هم جذب House of Cards می شوند. چه مهره ماری دارد این جناب کوین اسپیسی؟ توجه بفرمایید که پذیرفته این مهره مار دارد. نوعش را نمی دانیم. که چه در هیبت قاتلی خونسرد و سربر، چه در هیئت متأهلی شیفته دوست نوجوان دخترش شده، چه اینجا در هاوس آف کاردز که نماینده جاه طلب و آب زیر کاه کنگره است چنین جذاب می نماید. شما که سریال را دیده اید انصافاً چند بار انگشتری در دستتان تصور کرده اید و 2 بار پشت هم انگشتتان را کوبیده اید به میزی چیزی چون جو فرانک آندروود بودن گرفته تان؟ انصافاً چند بار. هاوس آف کاردز اصلی که این هاوس آف کاردز تقریباً از روی آن ساخته شده، با اینکه سریال بدی نیست اما حتی 1/20 این هم خوب نیست. هاوس آف کاردز بیشتر از اینکه درباره خانه پوشالی باشد
درباره بازی تاج و تخت است و چقدر زیبا و اوریان بازی تاج و تخت را به نمایش می‌گذارد. بازیگران که اینها باشند و کارگردان‌ها که آنان، داستان هم که عالی باشد، زیر دریایی اثر فوق‌العاده از آب در می‌آید. و عجیب نیست که علاوه بر سیاسیون و سیاست دوست‌ها، حتی بی تفاوت‌ترین آدم‌ها نسبت به سیاست و سیاست بازی هم جذب هاوس آف کاردز می‌شوند. به انتظار فصل سوم هاوس آف کاردز تمام فصل‌ها گذشت. چه یأس بی‌نهایتی نظیم من بود. فصل بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت. چه قلب بی سخاوتی حریم من بود. دشخیم بی رحم تنم به فکر تاراج منه. روح بزرگوار من لحظه معراج منه. فکر نجات من نباش، مرگ منو ترانه کن الی آخر. How I met your mother. زنانی که بعد از سالهای دهه 60 حامل شدند، کودکانی به دنیا آوردند که تقریباً از یکی از مهمترین حالات بشر محرومند. نوستالژی جمعی. بچه های دوره های قبل با بازی ها و کارتون ها و سرگرمی های مشترک رشد می کردند. از 5 نفر 4 نفرشان خواننده مورد علاقه شون 1 نفر بود. همشون تجربه های تقریباً مشترکی در اولین پرن دیدن هایشان داشتند. و مهمتر از همه، بهانه های ساده تری برای دوره هم جمع شدن سراغ داشتند. لطفاً با اینکه پیازداغ جملات بالا را زیاد کردم کاری نداشته باشید. خب، با این کاری داشته باشید که شاید جای چیزهایی که نوستالژی جمعی می ساخت را سریال های نظیر How I Met Your Mother و Vampire Diaries پر کند. اگر از این دید به قضیه نگاه کنید، نگران آشی که برایتان می پزم نخواهید بود. حتی اگر از بحث کاملا اصیل نبودن How I Met Your Mother نگذریم، باز همین سریال اصالت‌های خودش را دارد. واقعاً بارنی How I Met Your Mother جویی فرندز نیست. واقعاً روایت‌های پست مدرن How I Met Your Mother خیلی با فضای فرندز فاصله دارد. ولی همانطور که پیشتر هم گفتم، بهتر است این را قبل از آن ببینید. خوب است دختران و پسران جوانی که حال خواندن کتاب مردان مریخ زنان ونوسی ندارند را به دیدن این سریال ترغیب کنیم. درست است که به خوبی کتاب برای داشتن رابطه بهتر آموزششان نمی دهد. درست است که مثل کتاب باعث نمی شود درک بهتری از خلق و خوی جنس مخالف داشته باشند. درست است که به زیبایی و انسجام کتاب از تفاوت طرز فکرها نمی گوید، ولی تقریبا همان کارها را می کند. هر چقدر هم زیرنویسی که برای این مدل سریال ها تهیه کرده اید زیرنویس خوبی باشد، باز هم برای فهم بهتر طنزشان لازم است مقداری با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید. راستی، چرا ما در سریال هامون از پتانسیل های نهفته در زبان فارسی برای بازی های زبانی بهره نمی بریم؟ چون هنوز که هنوز است، مدیوم اصلی زبان فارسی نه سینما و تصویر که ادبیات و کلام است و منظور از ادبیات صرفاً شعر است. به راستی چرا؟ هر زبانی به گستردگی زبان فارسی این قابلیت را دارد. اصلاً معمولاً پررنگی هنرها در ممالک دنیا دوره‌ای است. مدتی نقاشی فراگیر است و در اوج مدتی نمایش، مدتی مجسمه سازی و غیره. اما چرا مدت هاست که قالب اصلی هنر کشور ما همین شعر مانده است؟ در ذهن حقیر 2 دلیل بالا و پایین می پرند تا بنویسمشان. یکی کونگشادی ما، دیگری ناشی و لاشیگری من در کار تیمی. شاید مسئله به این مهمی که می تواند موضوع کتابی قطور باشد را نباید به این معجزی خدمتتان ارائه می دادم. قطعا. شاید غلط زیادی کردم. شاید هم خوب کردم. می توانستم کردم. می توانی بکن. 2P. نیک. اگر بنا بود خداوند متعال در این زمانه بیهای و هوی لال پرست پیامبری مبعوث کند، این بار او را از میان کارگردان‌ها انتخاب می‌کرد. آن حرام لقمه‌ای که حرف بالا را زده بی عبارات داخل پرانتز زده. خب متن کتاب اینجوریه. اگر بنا بود خدا تو پرانتز وند متعال در این زمانه تو پرانتز یبی های و هوی لال پرست پرانتز بسته پیامبری مبعوث کند پرانتز باز این بار پرانتز بسته او را از میان کارگردان ها انتخاب میکرد.
نمیدانم کدام مال مردم خوری بوده، اما لابد خودش هم جزو صنف کارگردانان بوده که چنین مهملی بافته. البته بنده با بخش پایانی سخنش مشکلی ندارم، حتی شاید مناسب ترین شغل برای پیامبری همین کارگردانی باشد. بنده از تصمیمی که این نزولگیر به جای پروردگار عالم گرفته شاکیم. به هر روی یکی از همکارهای این با پول ربا پرورش یافته آقای سودربرگ است. آقای سودربرگ که نمیدانم چطور با آن کارنامه کمایش اینقدر شهرت و اعتبار به هم زده، به تازگی سریالی درست کرده به نام نیک. سریال نیک نه که سریال بدی باشد، اما سریال خوبی هم نبوده تا به اینجا که بنده دنبال کردم. و اگر به عنوان کارگردان نام سودربرگ و به عنوان نقش‌آفرین نام کلایو اوون را نداشت، احتمالاً در لیست هیچ لیست سازی قرار نمی گرفت. اگر شما از سینه چاکان کلایو اوونید، ایشان را معتادی نابغه در پزشکی اوایل قرن 19 خواهید یافت. نیک نام بیمارستانی است در نیویورک آن سالها که سرمایه گذارانش برای آوردن ادوات تازه اختراع شده مدرنیته به آن کم نمیگذارند. شاید جالبی سریال تنها در دیدن نهایت علم و تجربه دکتری در آن دور است، کمی هم در دیدن قدرت خرافات و سنگینی سایه مذهب و تبعیض نژادی آمریکای آن روزگار نسبت به اروپای همان روزگار. البته اینها را کسی میگوید که احتمالاً تا اینجا فهمیدید علاقه به آثار ژانر بیمارستانی ندارد. و خدا را شکر می‌کنم که این آثار فیلم هندی نیستند تا عده‌ای از مردم شناسان به نطفه شک کنند. اگرچه با توجه به آن همه حمله‌ای که بیگانگان کثیف کشور شریفمان وارد آوردند، یافتن نطفه اصیل ایرانی کار من و شما نیست. کار آن مردم شناسان هم. نیک موسیقی متفاوتی دارد که بعد از مدتی تکراری می‌شود. دکتر باحالی هم دارد که همان اول کار ناکار می کند خود را. اما کاش همان که گفته خدا از میان کارگردانان پیامبر انتخاب کند، به آقای سودربرگ می گفت برادر من، فیلم سینمایی 2 ساعته را بی داستانی جذاب می توان پیش برد، اما سریالی چند ساعته را نه. Leftovers زناشویی تلاشی مشترک است برای به دست آوردن نیمی از خوشبختی زمان مجردی. اسکار وایلد. فکر کنم بین سریال های جدید بهترین سریال همین لفتوورز باشد. سایتی که سریال را از آن دانلود می کردم در بخش معرفی این سریال جملات زیر را سرهم کرده بود. تصور کنید در میانه های یک روز عادی هستید. سر کار رفتید، در پاساژ مشغول خرید هستید، در خانه خود ماشین، هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگری نشسته اید. ناگهان 2% از جمعیت زمین ناپدید می شود. نه به خاطر حادثه طبیعی، نه حمله تروریستی، نه کشتاری و نه چیز دیگری. فقط فضای خالی از انسانهایی باقی می ماند که تا لحظاتی پیش وجود داشتند اما حالا دیگر نیستند. از سلبریتی و رهبران سیاسی گرفته تا رهبران دینی، همسایه شما، پدرتان، فرزندتان، هیچ کس دلیل آن را نمی داند. چگونه خود را با شرط جدید وقف می دهید؟ به چه آدمی تبدیل خواهید شد؟ حالا 3 سال از آن واقعه گذشته. در فرهنگ مسیحی اعتقاد بر این است که در آخر زمان گروهی از مردم که معتقد به مسیح هستند ناگهان ناپدید شده و به دیدار خداوند رفت و راهی بهشت می شوند. انسانهای باقی مانده به روی زمین 1 سال دچار انواع و اقسام بلایای طبیعی می شوند. پس از 1 سال کفاری که همچنان زنده مانده اند راهی جهنم می گردند. مردم شهر نیویورک همچنان درگیر آن هستند که بدانند چه بلایی سر عزیزانشان آمده. برخی از آنها خانه و کاشانه خود را رها کرده و به فرقه‌ای به نام بازماندگان گناهکار پیوستند. فرقه‌ای که اعضایش باید روزه سکوت بگیرند، لباس‌های سفید بر تن کنند، هنگام حضور در محیط عمومی سیگار بکشند. وظیفه اصلی اعضای گروه یک چیز است: نظاره کردن مردمانی که عضو گروه نیستند و انتظار برای پایان دنیا. این معرفی با وجود طولانی بودن واقعا در بیان حال و هوای سریال کوتاهی کرده. من هم میخواهم کوتاهی کنم، اگرچه فکر میکنم حرفی که زیر حرف اسکار وایلد نوشتم اندکی از تقصیر کوتاهیم خواهد کاست. لاست. به راستی لاست درباره چیست؟ هر فیلم و سریالی را بپرسید میشود گفت درباره فلان چیز است، فلان موضوع را دارد، حتی میشود گفت فلان طور است. اما لاست چطور؟ آیا لاست آنقدر گستردگی دارد که نشود به سادگی این چیزها را درباره‌اش گفت؟ آیا لاست آنقدر کامل هست که بشود گفت مشخصاً درباره زندگی است، نه چیزی کمتر از زندگی؟ آیا لاست باری سنگین تر از تحمل مدیومش، یعنی سریال تلویزیونی، را بر دوش می‌کشد؟
خاطرم هست روزهای بعد از به اتمام رسیدن لاس در محفل غیر رسمی گفته بودم امکان ندارد تا وقتی امکانات سینمایی در همین حد و حدود است اثری کاملتر از لاست خلق شود. آیا هنوز پس از گذشت سالها و ساخته شدن آثار خوش ساختر و دقیق تر از لاست بر سر گفتم هستم؟ آیا لاست مثل شعر حافظ است که هم عوام را جذب می کند هم خواص را؟ آیا لاست شاهکاری است که آن را به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک؟ آیا وقتی شاعر میگوید طلب از گم شدگان لب دریا میکرد مقصودش کاراکترهای لاست است؟ دی اچ لارنس درباره مقایسه رمان با دیگر آثار نوشتاری حرفی زدی که بنده معتقدم درباره مقایسه لاست با دیگر آثار سینمایی تلویزیونی هم صادق است. زندگی چیزی است که برق میزند، چیزی که کیفیت چهار بعدی دارد. هیچ چیز جز زندگی اهمیت ندارد. به این دلیل من رمان نویس هستم. رمان یگانه کتاب درخشان زندگی است. کتاب ها زندگی نیستند، صرفا ترمولوهایی روی اسیر هستند، اما رمان به منزله یک ترمولو می تواند کل انسان را به لرزش درآورد. این بیش از کاری است که شعر، فلسفه، علم یا هر ترمولوی کتابتی دیگری می تواند انجام دهد. لوی. روزی بهلول به رستورانی می رود و غذای لذیذ میل می کند. پیش از تمام شدن غذا، با اینکه به طور کامل سیر نشده، می گوید ظرفی بیاورند تا بقیه غذا را برای هارون و رشید ببرد. چرا که از شاقی گربه های قصر معلوم است به خود خلیفه چیزی نمی رسد. روزی مولا نصرالدین به رستورانی می رود و غذایی لذیذ میل می کند. پس از تمام شدن غذا به صندوقدار می گوید چون در بشقاب بال سوسک دیده هیچ پولی پرداخت نمی کند. صندوقدار می گوید چرا زودتر نگفته تا ظرف و غذا را عوض کنند. جواب می دهد برای اینکه امیدوار بوده چیزی که دیده را فراموش کند. روزی لویی به رستوران می رود و غذای لذیذ میل می کند. مشغول میل کردن بوده که ایدهی به ذهنش می رسد. بعد از تمام شدن غذا زودتر به خانه بر می گردد تا با ریدن و خوردن از آن چه ریده دوباره لذیذی غذا را تجربه کند. خود لویی بیشتر موقع اجرای استنداپ کمدی هاش بامزه است. اما بقیه آدم های سریال معمولا بیشتر اوقات بامزه اند. بیشتر از همه دکتر لویی. طنز لویی طنز روشنفکری است. نمیدانم اگر به عنوان سریال طنز بهتان معرفی شده باشد بعد از دیدن چند قسمت با معرف محترم موافق خواهید بود یا نه. بستگی به میزان نور فکرتان دارد لابد. اما ول کنید این حرف ها را. لویی سیکهی برای من و شما ما مردم کار میسازد. از بدبختی ها و بیچارگی ها یه ما میگوید. روشنفکر چه میفهمد ما را؟ برای همین است که عکس العمل ما هنگام مشاهده لویی با عکس العمل آنها فرق دارد. ما را سگ غم میگیرد و آنها را برق شادی. روشنفکر اگر روشنفکر باشد که این همه ادا و اصول ندارد. امیدوارم از دیدن لویی لذت ببرید. پیشنهاد میکنم کاغذ و قلم دم دست داشته باشید. ممکن است بدن حسرت بخورید که کاش دم دست کاغذ و قلم میداشتید. همین باقی بقایتان. مادرن فامیلی در حکایات آشنایان عباس خان کیارستمی در احوالاتشان آمده که برای برگزیدن نابازیگران شیوهی دارند که به این شکل است. در حالی که دوربین ضبط می کند با آن بنده خدا می گوید دوربین ضبط نمی کند. بازیت را نشان بده. بعد از اینکه طرف بازیش را نشان داد مثلا دوربین را روشن می کند و می گوید حالا در حالی که دوربین ضبط می کند بازیت را نشان بده. سپس هر دو بازی را به تماشا می نشیند و تصمیم می گیرد که نابازیگر بازیگرش بشود یا نه. بعید نیست مدرن فامیلی سازان هم از همین شیوه استفاده کرده باشند. از بس بازیگران و بازیشان واقعی به نظر می رسد. انگار نه دیالوگ از پیش نوشته ای داشتند نه کارگردان از پیش گفته ای. از این به بعد هر تعریفی از این سریال کردم منظورم فصل سوم به بعد سریال است یا با ارفاق از اواسط فصل دوم به بعد. اگر از نظر شما ایرادی نداشته باشد قصد دارم بخشی از این نوشته را به بهانه کپی برداریش از مدرن فامیلی به سریال هفت سنگ و مقایسش با مدرن فامیلی اختصاص دهم. هرچند فقط قسمتی از قسمت اول آن را دیدم. نسخه‌ای که در یوتیوب مشغول دیدنش بودم از یک جایی به بعد صدا نداشت.
ایده کپی برداری مو به مو از سریال موفق خانواده مدرن فرصت خوبی می توانست باشد برای تولید اثری که عمده ضعف های تولیدات هم میهنان من را نداشته باشد. اما با توجه به آنچه من دیدم و آنچه دیگران گفتند این اتفاق رخ نداده. مثلا یکی از بزرگترین مشکلات ما، شاید هم خود بزرگترین مشکل ما، رایت نکردن ریتم است که اگر هفت سنگ درست کن ها به جای سعی بر تقلید اصولی سعی بر همان تقلید معمولی می کردن، اثری وطنی داشتیم که بدون در نظر گرفتن تقلید کار میمون است و خلق را تقلیدشان برباد داد، دست کم در ریتم دست کمی از بهترین سریال های دنیا نمی داشت. بگذارید با چند مثال عرایزم را در این باره خاتمه دهم. فکر میکنید قرتی بودن هیلی، بیخیالی فیلم، مسئولیت پذیری کلر، خنگولی لوک، خونگرمی گلوریا و دخترخواهی مانی را چند ثانیه بعد از شروع مدرن فاملی میفهمید؟ چند ثانیه از شروع مدرن فاملی گذشته باشد و شما به این بعد از شخصیت آنها پی برده باشید خوب است. خدمتتان عرض خواهم کرد. 120 ثانیه. بله، فقط 120 ثانیه و باور کنید شخصیت ها را کم کردم، چون احتمال دادم در آن 120 ثانیه بعضی ها متوجه تیپ و تریپ جی و الکس نشوند. شوخی گیر کردن سر لوک بین میله ها در مدرن فامیلی تنها چند ثانیه طول می کشد تا ما مقداری با بی‌احتیاطی و شاسکولی لوک آشنا شویم. همین شوخی در هفت سنگ به گمانم یکی دو سه دقیقه طول می کشد. هدف هم نه آشنایی با شخصیت پدر و پسر که به شوخی گرفتن همان موقعیت است. با بیشتر دیدن مدرن فامیلی آدم هوس می کند خانواده تشکیل دهد، یا اگر خانواده تشکیل داده برای تقویتش تلاش کند. اما در هفت سنگ بچه از پرورشگاه می گیرند و شروع به ونگ زدن که می کند می خواهند پسش دهند. بعد هم من نمی دانم چرا کمدی سازان صدا و سیما فکر می کنند صدای جر و بحث و عر زدن بازیگران سر هم خنده دار است. مسخرگی آخری که از هفت سنگ برایتان میگویم این است که فکر کردن حالا که قادر نیستند مثل مدرن فامیلی زوجی گی در سریال بگنجانند، مجبورند حتما سکانس های گی منشانه آن لا بلا قرار دهند. اگر به دیدن کمدی های نشستنی خو کرده اید، شاید مدتی طول بکشد تا با مدرن فامیلی ارتباط برقرار کنید. اما اینکه مدرن فامیلی به زندگی واقعی شباهت بیشتری دارد و معمولا به دغدغه های مهمتر میپردازد از برتری هایش نسبت به آنجور کمدی هاست. لحظات آخر اکثر قسمت ها خیلی خوب نوشته و ساخته شده است. کلا نشستن پای مدرن فامیلی نشستن سر کلاس کمدی نه. اگر زمانی کامپیوترها اینقدر قدرتمند شدند که برای وقت تلف کردن پای سریال کتکتان می زدند، ناچاری تنها بعضی از اپیزودهای سریال‌های اپیزودیک را تماشا کنید. از مدرن فامیلی این اپیزودها شاید انتخاب خوبی باشند. سیزن 3 قسمت 6، سیزن 3 قسمت 13، سیزن 4 قسمت 8، سیزن 4 قسمت 18، سیزن 5 قسمت 17 و و و. اگر خیال کرده اید در آمریکا پارتی بگیرید، مست کنید، پلیس کاری بهتان ندارد، حتما قسمت هفتم سیزن 4 را ببینید. ما و نصف ما گر تو هم ما بیایی جملگی صد می شویم. نظم بالایی را یکی از کبوترها در پاسخ به کلاغ مادر مرده گفته بود که برای سر صحبت را باز کردن شاید هم همینجوری علکی پرسیده بود چند تا این شما؟ خلاصه داستان سریال مام مرا یاد این معما میاندازد. دختر بچه‌ای مادر نوجوانی دارد که دختر مادری جوان است که مادری میانسال دارد. در واقع زن میانسالی در عنفوان جوانی دختری زایده که دختر اونیست، حالا که نوجوان است درگیر و دار زایدن دختری است. اینطور مادر داشتن ها چیز عجیبی است البته. حتی کسانی که گفتند پدر ندارند نتوانستند بگویند مادر ندارند. مام خوشبختی ها و بدبختی های روزمره مادران با محوریت مادر وسطی را نمایش می دهد. از آنجا که اینها در فقر به سر می برند، خوشبختی زیادی به نمایش گذاشته نمی شود. برای سریالی که بناش برخنداندن مخاطب است، بیش از حد روی فقر تاکید می کند. در خیلی از این تاکیدها هم تلاشی برای لبخند بر لب بیننده آوردن صورت نگرفته و این قضیه ما را به یاد جوکی می اندازد که گفتاریش خیلی بامزه تر از نوشتاریش است.
مردی از شدت فقر مجبور می شود پارتنرش را به کوه ببرد. لختش که می کند خبر می رسد ماموران در حال سرکشی از کوه هستند. دست پاچه با برگ ها و خورده چوب های همان اطراف سعی می کند تن برهنه پارتنر را بپوشاند، اما با رسیدن ماموران به ناچار دست از سعی بر می دارد و شرمگاه پارتنر بیرون می ماند. مامور: اینجا چی کار می کنی؟ مرد: هیچی قربان، دارم ورزش می کنم. مامور: این دیگه چیه؟ مرد: نمیدونم، شاید یه جور کس کویی باشه. بله. واقعیاتی از سریال مام، یا چگونه یاد گرفتم به سریال مام کم عشق بورزم. در سریال مام هرچه سن مادر کمتر باشد به حالیش هم کمتر است. از کم لوکیشن ترین سریال هاست، از کم خرج ترین سریال ها هم هست، از کم خنده آورترین ها هم. نیکیتا: نظرتون چیست؟ بچه های بی سرپرست را برداریم ببریم جایی مخفی و هر روز و هر شب تا بزرگ می شوند بهشون انواع و اقسام راه های جاسوسی را یاد بدهیم. نظرتون چیست؟ قوی و رزمیکار بارشون بیاوریم. نظرتون چیست؟ بعداً برای نیل به اهداف شیطانی من از این بچه های حالا سوپر حرفه‌ای شده استفاده کنیم. نظر سازمان مخفی سریال نیکیتا که مثبت است. نظرتون درباره ماهیت مراسم انتخاب دختر شایسته که در خیلی از مناطق دنیا برگزار می شود چیست؟ حرکتی است در راستای بیشتر کالا کردن زن. نظرتون چیست که مدتی است مراسمی با محتوای انتخاب دختر شایسته مسلمان هم برگزار می شود و در فرم تفاوت زیادی با مراسم اصلی ندارد؟ پسر برادر شوهر خالم ضمن اینکه هیچ اشکالی در برگزاری این مراسم ها نمی بیند، نظرش رو اینطور بیان میکنه که اگر جمعیت ساکنین منطقه ای را تنها زنان تشکیل میدادند، باز هم آن منطقه شاهد برگزاری این مراسم ها می بود. استایل خانم نیکیتا همخوانی زیادی با ملاک داوران مراسم انتخاب دختر شایسته دارد. فصل های قدیمی تر سریال را خیلی وقت پیش دیدم، اما شاید درست یادم باشد که نخستین صحنه ای که در سریال می بینیم نمای نزدیک از باستان درشت سرکار خانم نیکیتاست. داستان سریال داستان گاهی شورگاهی بی نمک نیکیتاست که عضو مفید آن سازمان مخفی بوده، اما حالا بر علیهشان شوریده. کدام سازمان مخفی؟ عجب، حرف باستان که شد حرفهای قبلی را به کل فراموش کردید؟ شایسته بود شما به جای و تواصل به حق و تواصل به صبر کتب مفیدتری همچون هلیت المتقین را برای خواندن انتخاب می کردید. نیپتاک: از جراحی پلاستیک چه می دانید؟ هیچ، کم، مقداری؟ پس هنوز نیپتاک را ندیده اید. صفحه هاست که از دوست پیشنهاد فرمیک دادم اسمی نبردم، یادی نکردم. اگر دست سرد تقدیر آغوش گرم او را راهی سفر نکرده بود و کنارم می بود، می گفت برای نیپتاک خوب است در دو بخش بنویسی. یک بخش از دید دکتر متأهل و متعهد نسبتاً یوبس، بخش دیگر از دید دکتر مجرد و خوشگذران نسبتاً خانم باز. ولی واقعاً چرا باید این همه انرژی صرف سریالی کمی بهتر از متوسط که از فصل 4 به بعد هم زیرنویس فارسی ندارد بکنم؟ دل دوست پیشنهاد دهنده ما هم خوش است، وگرنه با این اوضاع مالی همگانی چطور توانسته برود سفر؟ نیپتاک تنها سریال پزشکی است که توانستم با آن ارتباط خوبی برقرار کنم. شاید به این خاطر که جراحی پلاستیک ارتباط زیادی با دیگر حوزه‌های پزشکی ندارد. شاید به این خاطر که اکثر مراجعه کنندگان به این دکترها نه برای به دست آوردن سلامت جسم، که برای به دست آوردن سلامت روان تقلا می‌کنند و روان را جذاب‌تر از جسم می‌دانند. اگر تصمیم بر دیدن نیپتاک گرفتید، آگاه باشید که خیلی از عمل‌های جراحی را بی‌سانسور نشان می‌دهد و احتمالاً خیلی حالتان به هم خواهد خورد از دیدن آن همه خون و برش. نیپتاک داستان 40مین دهه زندگی دو جراح موفق پلاستیک است که شریکی مطبی را می‌گردانند و اولین جمله‌شان خطاب به مشتری این است: به هم بگین چی رو در مورد خودتون دوست ندارین. وان پیس حتی اگر نصف این محشری که دارد را می‌داشت، باز هم شاهکار محسوب می‌شد. اثری که خالقش در آن دنیای تازه بیافریند و اصالت این دنیای تازه با اصالت دنیای واقعی پهلو بزند، معمولاً شاهکار محسوب می شود. چرا معمولاً؟ چون احتمال دارد المان‌های این دنیای تازه با ذوقیات دنیای واقعی خیلی فاصله داشته باشد. با این حساب، یعنی از تالکین گرفته تا جی کی رولینگ، همه دست به خلق شاهکار زدند،
بله همینطور است. اگرچه بدتر و بهتر دارند و اگرچه ممکن است شما کلن با این ژانر حال نکنید. با شاهنامه ابوالقاسم فردوسی چطور؟ حال میکنید؟ میدانید فردوسی اینها را از خودش در نیاورده؟ از روی خدای نامه ها و منابع دیگر زحمتش را کشیده؟ و مگر شاهنامه چند شخصیت و داستان دارد در برابر آن همه داستان شخصیت اثر ایچیرو اودا؟ ایچیرو اودایی که با کلام فردوسی دربارهش میخوانیم به تن ژنده پیل و به جان جبرئیل، به کف ابر بهمن، به دل رود نیل، و از خداوند منان میخواهیم حال حاله ها سلامت باشد. این یک شنبه قسمت 667 انیمه وان پیس پخش شد. این انیمه از روی مانگایی به همین اسم و داستان ساخته می شود که چند قسمت از انیمه جلوتر است. مانگا به کومیک بوک ژاپنی میگن. فرقش با کومیک بوک اینه که خب ژاپنیه اول، دوم که سیاه‌سفیده. امسال 15 سال پخش وان پیس است و باور بفرمایید از اساسی ترین دلایلم برای ادامه دادن حیات، ادامه دادن دیدن وان پیس است که شاید همین مقدار سال از اتمام ماجراهایش باقی مانده باشد. اگر جوان رعنایی شده اید و میخواهید دیدن وان پیس را تازه شروع کنید، باید تا رسیدن به داستان اصلی بعضی بچگانگی های اولش را قبول کنید، اما قول بدهید که رج نزنید، از کف خودتان میرود. اگر بخواهم ترینی معمولی در معرفی وان پیس به کار برم، میگویم وان پیس بهترین انیمه سریالی است. Orange is the new black. اعتراف میکنم که پیش از دیدن این سریال احتمال نمیدادم دیدنش انقدر مرا خوش آید. این همه زن، آن هم در زندان، اشتباه نکنید. درست است که این همه زن، آن هم در زندان، بلاشک برای مردان بیرون از زندان جذاب است. اما در قالب فیلم پورنو، احتمالی که بنده نمیدادم جذابیت سریال به عنوان اثری درام بود. البته این به آن معنا نیست که سریال Orange is the New Black جذابیتی برای خانم‌های گلی که شما باشید ندارد. اتفاقاً احتمالاً شما نازنینان ارتباط بهتری با سریال برقرار خواهید کرد. بعضی از فیلم و سریال‌ها را به قدری خوب می‌سازند که موی سفید از ماست بیرون کش‌ها هم در بعضی صحنه‌ها یادشان می‌رود اینها ساختگی است. اجازه می‌دهند رودخانه اثر قایق خیالشان را هر جا خواست ببرد. پاروی اطمینانشان را کناری نهاده لم می‌دهند و بین قنوق لذت می‌برند. سینما کم ندارد از این آثار، تلویزیون اما دارد. متأسفانه کم پیش می‌آید سریال این اعتماد را به شما بدهد که سوتی نخواهد داشت. خوشبختانه Orange is the New Black همچون دیگر ساخته شبکه رسانه نتفلیکس، House of Cards جزو این معدود آثار است. نگرانم هیچ سریال درجه یکی نماند که ندیده باشم. هنوز دلم نیامده شروع به دیدن فصل تقریبا تازه به اسمم رسیده دوم کنم تا ببینم این سریال فقط کلاس زنشناسی یا مدرسه زنشناسی هم هست. گفته های به یاد ماندنی زیر از فصل اول سریال است. میفهمم که مذهب کنار اومدن با اتفاقای مزخرفی که برامون میفته رو راحت تر میکنه. ای کاش منم میتونستم بهش متوسل بشم. حتما زندگی شادتری می داشتم، اما خب نمیتونم. باید با کسی باشی که بتونی دو هفته توی فضای بسته باش سر کنی، آخرش نخوای بکشی. چه قشنگ. Prison Break. که زندان کسی را بارو مباد. ناقلان تفاوت فیلمبین و فیلمباز را اینگونه نقل کردن که اگر شخصی فیلمها را از روی بازیگرانشان ببیند و بشناسد فیلمبین است، و اگر شخصی به خاطر کارگردان ها به سراغ فیلم ها برود، فیلم باز می باشد. به همین سادگی. دریغ و درد که در میان جوانک های امروزی به سختی چیز بازی یافت می شود. نه صرفاً چیزهای فرهنگی چون کتاب و فیلم و موسیقی، حتی کوه باز، حتی گیم باز. شاید از شاخه های موسیقی پاپ باز عمومیت بیشتری داشته باشد. آن هم نه باز پاپ استخاندار دهه 50 شمسی و 80 میلادی، که باز همین پاپ شلوول حالایی. این توضیح را دادم که خدمتتان عرض کنم تعدادی از دوستان فیلم باز بنده پریزن بریک را نه فقط سریالی خوب و هیجانی که بهترین سریال ساخته شده توسط بشر میدانند. انگار غیر بشر هم سریال میسازد. جمع کنید بساطتان را و هر سال در تاریخ مشخصی به تماشایش می نشینند. شاید انتظار دارند آخرش شادتر تمام شود.
موضوع فرار از زندان موضوع جذابی است. سریال فرار از زندان هم سریال جذابی است. اما خیال نکنید سریالی 5 ستاره است. احتمال دارد دوستان مورد بحث ما در دوره سریال را دیده باشند که موازی با زندگی روتینشان دلخوشی شخصی جریان داشته. دلخوشی های شخصی اگر به موازات زندگی آدم نباشد و تحت عنوان دلخوشی های زوجی در بسن زندگی آدم قرار گرفته باشد، تضمینی بر دلخوشی ماندنشان نیست. به زبان ساده تر، ذوق و شوقی که می کنید از دیدن هر روزه کسی که با او هیچ رابطه ندارید، ماندگارتر از شور و حالی است که دارید هنگام در رابطه بودن با همان کس. کی میگه زندان بده وقتی داداشت بتونه 3 سوت تو رو از توش در بیاره؟ خب سمین تا اینجا شروع زحمت کشیده بود، خونده بود، با این مقدار زومی که من تو آی بوک کردم میتونید رایگان از آی بوک یا اونی که واسه گوگل که نمیدونم اسمش چیه بگیرید کتابو. با این مقدار زومی که من کردم فصل ریدانوین صفحه 148 میشه، کلی کتابم 222 صفحه شده. خیلی خوب، ریدانوین، سریال ریدانوین به عبارتی ورژن جدیتر، داستاندارتر و ارزشمندتر سریال کالیفورنیکیشن است. البته این دو سریال همانقدر هم شباهت دارند که سیستم عامل‌های XPU و یوسمیتی. کار ریدانوین پاک کردن گندکاری‌های آدم معروف هاست، کاری که بر اساسش می‌شود مضمون پشت مضمون ساخت. اما سریال ریدانوین فقط درباره کار ری نیست، درباره خانواده ری هم هست. پدر بیشعور تازه بعد از 20 سال از زندان خلاص شده، برادر کوچکتر در کودکی مورد تجاوز کشش قرار گرفته، برادر بزرگتر از بوکسوری پارکینسون گرفته و زن و بچه‌های نچندان بی مشکل ری. بحثایی که میشود پیرامون سریال ریدانوین را انداخت عمدتاً بحثای کلیشه‌ای هستند. یکی اینکه پولداری الزاماً خوشبختی نمی‌آورد، اما پول نداری غالباً بدبختی می‌آورد. دیگر اینکه چرا قلدر معابی و کلاهبرداری و امثال اینها که قاعدتاً خصیصه‌های مثبت نیستند، در صورتی که با سرنوشت خود ما گره نخورده باشند برایمان جذابند. شاید سریال توصیه‌هایی هم برای تربیت فرزندان دلبندتان داشته باشد. اما بیشترین توصیه‌ای که دیدن سریال مرا به یادش می‌انداخت، توصیه ابراهیم گلستان بود به نادر ابراهیمی: هوش را به کار نبردن گناه کبیر است. رکتفای. تطهیر گمانم ترجمه خوبی برای رکتفای باشد. رکتفای که آزادی نوجوانی را مقابل دیدگان ما می‌گذارد که حالا بعد از گذراندن 18 سال حبس و انفرادی به جرم به قتل رساندن دوست دخترش دیگر نوجوان نیست. قتلی که هنوز پس از گذشت 2 سیزن برای ما روشن نیست مسبب واقعیش این نوجوان تقریبا مظلوم و نسبتاً محجوب بوده باشد. همونطور که آخر عاقبت سرگذشت این نوجوان/جوان گناهکار/بیگناه برای ما و شخصیت‌های سریال روشن نیست. هم سایه جوی که در آن محیط بسته بر روی این آدم و خانواده‌اش حاکم است، هم سنگینی جوی که از طرف خانواده تغییر یافتش روی سر این آدم هست خیلی خوب به نمایش گذاشته شده. اما چیزی که سریال رو خاص‌تر می‌کند این است که در نشون دادن روحیات و حالات چنین شخصیت یونیکی خیلی خوب عمل کرده، که مقدار زیادیش را مدیون انتخاب/بازی بازیگر اصلی است. چقدر خواندنی خواهد بود نتیجه تحقیقات دانشمندانی که انسان بی صاحب را از نوزادی تا بزرگسالی مورد آزمایشات مختلف قرار دادند. شما که باور نمی‌کنید به خاطر غیر انسانی بودن این کار چنین پروژه‌ای وجود خارجی نداشته باشد. انسانی را در نظر بگیرید که تا رسیدن به سن بلوغ جنس مخالفی را ندیده باشد. آیا با این اوصاف ادعای شوپنهاور مبنی بر اینکه تو گیومه اراده معطوف به حیات ما را عاشق فردی میکند که با او شانس بیشتری برای داشتن فرزندانی باهوش و سالم داریم، گیومه بسته، باز هم قابل دفاع خواهد بود؟ آیا اگر انسان مورد نظر با هر جنس مخالفی برخورد کند، باز هم تعریف عشق تو گیومه جلوه آگاهانه کشف والدی آرمانی از جانب اراده معطوف به حیات، گیومه بسته، خواهد بود؟ احتمال دارد قصه سریال رکتفای ذهن پرتکاپوی شما را به سمت اندیشیدن پیرامون چنین چیزهایی ببرد. اگر هنوز به درجه این نرسیده اید که از دیدن فیلم های آری از بکش بکش و بگا بگا لذت ببرید، بیخیال رکتفای شوید. ولی اگر آب بازی در برکه درام را دوست دارید، در جدول برنامه هاتان جایی برای شنا کردن در استخر این سریال خالی بگذارید. رزرکشن. باور بفرمایید اگر بنده برای شما کمی از ایده و داستان رزرکشن بگویم، هیچ فرقی با کسی که نشسته تا اینجا سریال را دیده نخواهید داشت. میماند آخر داستان که میتوانید بعداً از آن مجسمه با صبر و حوصله‌ای که تا آنجایش رو دیده بپرسید. پس بنده برای شما از رزورکشن میگویم شما هم قول بدهید به جای پرداختن به رزورکشن مثلا شهر قصه گوش کنید. خب آفرین.
کودکی 8 ساله که 30 سال پیش عمرش رو به کسی داده که من و شما میشناسیمش، با شروع سریال به زندگی برمیگردد و رجعتش موجب تعجب اهالی شهر کوچک کودک میگردد. اندک زمانی که میگذرد، دیگران نیز همچون کودک از مرگ باز میگردند و مرده در زندگی میشود که بیا و ببین. نکته حائز اهمیت زامبیوار نبودن بازگشت اینها از مرگ است. بدن فرد از مرگ برگشته همانند بدن زمان مرگ است، اما همان بدن نیست، اگرچه همان شخصیت پیش از مرگ را دارند. تنشان و لباسشان، تو پرانتز و لباسشان علامت تعجبم داره، موجودیتی تازه دارد. فکر میکردم از رزورکشن گفتنم کمی بیشتر از این چند خط طول بکشد، منتها کلیت اساسی سریال همین چند خطی بود که گفته شد. معلوم نیست این آقای عمر ابس چه درخششی داشته که اول سریال، الان یادم نمیاد چی بوده، فاملیارو فارسی نوشتم، معلوم نیست این آقای عمر ابس چه درخششی داشته که اول سریال می نویسد با ستارگی عمر ابس. به جان شما، اگر مهران رجبی به جاش بازی میکرد نقش رو دلنشین تر در می آورد، و اگر ایده سریال دست سیروس مقدم می افتاد با اثر جذاب تر روبرو بودیم. ریونج، در صورتی که بونوئل فیلمی به نام جذابیت پنهان بورژوازی نساخته بود و اسمگذاران ریونج هم صداقت بیشتری می داشتند، جذابیت آشکار بورژوازی نام مناسب تری بود برای سریال انتقام، چرا که روی هم رفته در به نمایش گذاشتن تجلل بهتر عمل کردند تا انتقام. چند سال قبل مصاحبه ای از خانم آزیتا حاجیان می خواندم و ایشان در پاسخ به پرسشی که در خاطرم نمانده فرمانده بودند: بچه که بودیم در خانه ما برای تعریف از ما هیچگاه نمیگفتند چه دختر خوشگلی، همیشه چه دختر باهوشی به عنوان تشویق و تعریف به کار میرفت. وقتی آن بالا به انگلیسی تایپ کردم ریونج، یاد این مصاحبه افتادم. حالا که به فارسی تایپ کردم مصاحبه، یاد فیلم اینترویو افتادم که کماکان دیدن پوسترش لبخند به لبم میآورد. عزیزانی که برای دیدن قسمت های تازه تر ومپایر دایریز لح میزنند و سریال اوریجینالز خبر ندارند و هیچ سریالی برایشان حال و هوای فضای ومپایر دایریز را زنده نمی کند، می توانند قدری با این سریال سر خود را گرم نگه دارند. در کتاب مستطاب تذکرت و تیوی شرح قصیده ای از عبدالقادر آشپز شاعر توانای زابولی آمده که یحتمل در وصف بانوی بازی کننده رول آماندا در سریال ریونج باشد. با هم سه بیت از قصیده مذکور را مرور می کنیم: دختر تیزهوش و بازیگوش، خوشگل و باوقار و قرمز پوش، وسعت فکر او به وسعت دشت، قدرت ناز او به قدرت بوش، هم لبش مثل آنجلینا بود، هم صدایش به خوبی گوگوش. در اصل قصیده آبی پوش آمده که طبق دلایل ادبی که از حوصله خوانندگان این مجلد بیرون است، عبارت بهتری است برای آنجای قصیده، لکن حقیر به خاطر گل روی طراحان لباس ریونج به قرمز پوش تبدیلش کردم. اسکورپیان، حالا که روی دور نامگذاری برای سریال ها هستم، اجازه دهید برای اسکورپیان هم نامی بگذارم که بیشتر برازندهش باشد: گوز کورپیان. خاطر آترتان هست که برایتان از لحظات نوشتم موقع دیدن سریال ها و فیلم ها و غیره که سر پایین می اندازم و زیر لب زمزمه می کنم کس شعر، فقط کس شعر. این تئاتر را وقتی انجام می دهم که اثر چیزی غیر معقول و بیارزش را معقول جلوه دهد. اگر آن چیز غیر معقول بیارزش نباشد، سوتی است که مجبور به دادنش بودند و خدا خدا میکردند که ما متوجهش نشویم. اما وقتی آن چیز غیر معقول چیزی بیارزش باشد، امثال بنده را وادار وامی دارد به سرپایین انداختن کسشر، فقط کسشر گفتن. یکی از سریال هایی که موقع دیدنش زیاد این حرکت را انجام میدهم همین اسکورپیان است. اسکورپیان در سریال نام گروهی نیمه مستقل نیمه دولتی است که از چند نخبه و یک زن زیبا تشکیل شده. تو پرانتز به متخصص این زن را نشان دادم و پرسیدم آیا میتوان صفت داف را برایش به کار برد، گفت نه، پس داف را کردم زن زیبا، پرانتز بسته. حضور این زن زیبا به جز ایجاد هزه و سر برای مخاطب توجیه عقلانه دیگری ندارد. سردسته گروه جوانی است توی کروشت چندش با آیکیو 197. بر اساس اطلاعاتی که اول هر قسمت از این جوان میشنویم، این آیکیو 4 آیکیو بالایی است که ثبت شده. با آیکیو خدا بیامرز زنشتین 160 تو کروشت تا بیشتر نه کروش بسته بوده. یکی از اعضای نخبه گروه مرد رفتارشناسی است که حداقل برای بنده نخبگیش جذابتر از نخبگی باقی اعضای گروه است. اگر شما هم فکر میکنید نخبگی این فرد جذابتر از نخبگی در ریاضیات یا اوجوبگی در مکانیک است، از خواندن این کتاب که فارغ شدید، کتاب رفتارشناسی تماس اثر دزدمون موریس را مطالعه بفرمایید.
اسکورپیان هرچند مانند باقی هم فرم های اپیزودیکش به دلیل قصه کلی ثابت با اعمال تغییرات جزئی در هر قسمت به دل من یک چنگ نمیزند، اما چند قسمتش رو دیدن ابدا وقت تلف کردن نیست. از اونجا که هوش را به کار نبردن جیزه، مشاهده به کار بردنش تو پرانتز حتی توسط چند نچسب عزیزه. سیمپسونز. بزرگترین نوابق و زیباترین دوشیزگان چیزی به جز ماشین کثافت‌سازی نیستند، چرا که ناچارند از صبح تا شب و از شب تا صبح درون بدن خود زباله تولید نمایند. انسان مستراحی متحرک است. این تعریف مترلینگ است از انسان. مترلینگ دست مریضات. ما که دنیا نیامده بودیم آن زمان، ایشان خود و خیشانش را با خوک و خر یکسان انگاشته. انسان چیست؟ حیوانی ناطق، جانوری به کار برنده ابزار، موجودی دارای دو صورت عالم و حق، انسان این هاست؟ حتی اگر این تعاریف تعاریفی صحیح باشند، باز هم از جامعیت لازم برخوردار نیستند. نمی شود بنا به این تعاریف تشخیص افضل داد. برای مثال، نمی شود با توجه به تعریف افلاطون که انسان حیوانی است دو پا و بدون پر، تشخیص داد از بین دو انسان کدام یک انسان‌تر هستند، کدام یک به انسانیت دورتر یا نزدیکترند. از دیدگاه حقیر انسان موجودی است که غر می‌زند. اگر در آینده رباتی ساخته شود که قابلیت شکایت از نابسامانی‌های موجود را داشته باشد، آن شبه ربات انسان است. و اگر انسانی در زمان حال باشد و هیچ تغییری به واکنشی ذهنی یا زبانی وادارش نکند، آن انسانسان انسان نیست. امیدوارم صحبت‌هایی که شد را اگر نه به حد لازم به اندازه کافی جدی گرفته باشید. در این صورت حتما با نگارنده موافق خواهید بود که از بین سیمپسون ها خانم خانه انسان تر است. درست است که غر زدن تنها یکی از خصایل انسانی است، اما تنها خصلتی است که از شدت و حدتش میتوان میزان حساسیت هر انسانی را حساب کرد، چرا که برای خرج کردن غر به دارایی و توانایی خاصی احتیاج نیست. چهره در هم کشیدن کافی است تا حساسیتمان به چیزی را به رخ کسی بکشیم. 26 سال است که انیمیشن سیمپسونز از تلویزیون‌های آمریکا پخش می‌شود، بدون اینکه در یکی از این سال‌ها کمتر خندانده باشد ملت آمریکا را. این جانب با استناد به بررسی که انجام دادم به این مهم دست یافتم که هنر اصلی خالقین سیمپسونز خلق پارودی است. پس نه 26 سال که هر مقدار سال هم که بگذرد، مادامی که آدمی یا برنامه‌ای یا هر چیزی به معروفیتی برسد که برای مخاطبان سیمپسونز آشنا باشد، سیمپسونز موفق خواهد بود. کافیست آن معروف را با هنری که دارد دست بیندازد. همین. گمان نکنید در فرهنگ ما پارودی نقش پررنگی نداشت و ندارد که در سینما و تلویزیون ما خبر زیادی از پارودی نیست. همونطور که پیشتر عرض کردم، محدودیت‌ها و مسائلی هست که هنوز این دو جزء مدیوم‌های جدی‌تر ما نشده‌اند. در این مورد به خصوص دلایلی چون نقد ناپذیری و شوخی سرمان نشدن و جنبه نداشتن هم اضافه می شود. به هر حال سینما و تلویزیون مخاطبین گسترده تری دارند نسبت به باقی ظرف های هنری. به شعر خیره شوید، بروید کتاب فوق‌العاده نقیزه و نقیزه سازان مهدی اخوان ثالث را بخوانید تا ببینید ملتی پارودی پردازتر از ما پیدا می شود آیا. اگر شما نیز خود را مستراحی متحرک می پندارید، شاید از خیر دیدن این همه سیزن و اپیزود بگذرید. بنابراین بهتان دو فیلم مستند و سینمایی مربوط به سریال توصیه میکنم. لااقل به کاربرنده ابزار باشید و این دو فیلم را ببینید. ویژه 20مین سالگرد سیمپسونز سبودی روی یخ 2010، سیمپسونز مووی 2007. 6 فیت آندر. 6 فوت زیر زمین با وجود عالی بودنش در فرم و محتوا بهترین سریالی نیست که میبینید، اما احتمالاً بهترین پایانی را دارد که خواهید دید. و چه خوب که مدال طلایی بهترین پایان تعلق بگیرد به سریالی که موضوعش پایان است، سریالی که درباره مرگ است. مرگ تنها چیزی که به تساوی بین یکایکمان تقسیم شده. فیلم اینتر دو ویت ساخته گاسپار نوئه بهترین تجربه تصویری است که سینما برایم رقم زده. سریال 6 فیت آندر اگرچه به وضوح اینتر دو ویت پیرامون رخدادهای پس از مرگ تز نمیدهد، ولی خیلی هم دست خالی نمیگذاردتان. هرچند سریال بیشتر درباره مواجهه زندگان با مرگ عزیزانشان است تا درباره مردگان و مرگ خودشان. طبیعت انسان میطلبد که اگر نه در آب و هوای معتدل، که لااقل در محیطی گرمسیر به زندگی تو کروش نکبت کروش بسته اش بپردازد. بعضی تحلیلگران معتقدند که اگر خودکشی کنندگان کشور سرد سوئیس همان زندگی را در کشوری با جغرافیای سازگارتر با طبیعت آدمی می‌داشتند، دست به خودکشی نمی‌زدند. با این مقدمه به سرزمین آفتاب می‌رویم و از هارگیری می‌شنویم. در کمتر فرهنگی برای نوع خاصی از خودکشی اهمیت ویژه قائلند.
تو پرانتز، در بیشتر فرهنگ ها خودکشی به طور اهم ارزش دارد. اسمش رو البته شهادت و ایثارگری و سه نقطه می گذارند. پرانتز بسته. با این جمله به سراغ خود خودکشی می رویم. تماشای ویدیویی برخورد سهوی سر بنده خدایی به جای سخت برای عموم مردم خنده آور است. حتی اگر در ادامه یک از ویدیو برداشته شده بنده خدا نفله شده باشد. این مثال بی ربط را برای توضیحی زدم که در ابتدای توضیحاتم راجع به سریال تاپ آف دی لیک خواهم نوشت. و اما خودکشی. خیشتن را به کشتن دادن از تنبلی و بی‌ارادگی است، اما امکان به کشتن دادن خیش از معدود اختیارات حقیقی و معقولی است که بشر، آن هم بشر به بن‌بست رسیده، دارد. آیا فردی که خودش را می‌کشد فرد شجاعی است؟ آیا شما حاضرید در ازای کشتن فردی آشنا قدرتی ماور و طبیعی کسب کنید؟ به نسبت سریال‌های در این قد و قامت و به این حد ارزشمند، سیکس فیت آندر خیلی کند پیش می‌رود. پس شاید مناسب طبع دوستان معماپسند و اکشن خواه نباشد. یا دغدغه های اخلاقی و سیاسی و هنری که سریال مطرح می کند با دنیای کوچک و معمولی این دوستان بیگانه باشد. سپارتاکوس در این زمانه بیقهرمان لال پرست اثری، اول من این مقاله رو نوشتم بعد بقیه کتابو، یعنی اول قرار نبود کتاب باشه. در این زمانه بیقهرمان لال پرست اثری چون سپارتاکوس شایسته ستایش و بیشتر از ستایش است. اثری که قهرمان دارد، نه نقش اول، نه شخصیتی، حتی که هرچه بر او می رود قابل فهم و رحم است. خود واقعی قهرمان ایستاده در برابر ظلم، خواهان آزادی و آزادگی و برای این دو خون و عرق ریختن، واقعا ریختن. قهرمان، آن هم نه یکی، چند تا، که زخم بر تن مبارک هر کدامشان، باری بر دل نازک هر کدام من است. باری جمعی از دوستان زودرنج و ناز پرورده به شدت نگران و دلخورند که ساخته سازنده های سریال به شدت خشن و سکسیست. در این جستار سعی دارم از نگرانی در بیاورمشان. برای این مهم پس از توضیحی اضافی باقی نوشته را به دو بخش تقسیم میکنم، بخش خشونت و بخش عفونت. توضیح اضافی: بعد از دیدن قسمت اول سریال پرطرفدار گیم آف ترونز و مقایسه خواه نخواهش با سریال اسپارتاکوس، حداقل به دلیل دوره زمانی پیش از صنعتی هر دو، قدر دستاندارکاران طراحی اوریان دومی را بیشتر دانستم. در گیم آف ترونز به نظر می‌رسد که پرده‌هاشان را از موزه هنرهای معاصر مسکو برداشتند و صندلی‌هاشان با مشورت زاها حدید پدید آمده. شمشیرها و درها را هم با ماشین زمان آوردند، یعنی یک بار بی در و شمشیر به آینده سفر کردند و بار دیگر با در و شمشیر به گذشته بازگشتند. خوشونت. همینجا خرسندیم را از اینکه مشغول نوشتن درباره اثری هستم که در بعضی صحنه‌هاش استاندارد خوش‌ساختی را بالا برده ابراز می‌کنم. مگر نه این است که وقتی به صحنه خشن تمی فانتزی اضافه کنیم از خشونتش کاسته می شود؟ خونی که یک متر آهسته فواره می زند بیشتر زیباست تا خشن، در مقابل خونی که بی آهستگی بیرون می زند از رگ گردنی که قطع شده در عالم واقع. در اسپارتاکوس تقریبا روال جاری شدن تمام خونها پیرو مدل اولند. یادتون باشد که شما در حال مشاهده داستانی درباره مبارزه و وحشیگری و کشتار و جنگ هستید، پس طبیعتا باید مبارزه و وحشیگری و کشتار و جنگ ببینید. چه بهتر که اینها را همراه با جلبه های چشمگیر ببینید و در نظر بگیرید مکسی را که پس از هر قتل تحمل میکنیم، که به اعتقاد من تأکیدیست بر ارزش جان. کمتر اثر اینقدر برای جان آدمی احترام قائل میشود، حتی جان آدمی که در نقش صدام برای ثانیه ای حضور داشته. تو پرانتز البته که این مکس از طرفی کارکشتگی زارب را هم نشان میدهد، اما بنده خوش دارم روی کم کاربرد سکه را ببینم، هرچند روی پرکاربرد سکه به قهرمان سازی بیشتر کمک میکند. پرانتز بسته. عفونت. عفونت ستاره خورده ته فصل نوشته شده تو پرانتز کنار ستاره، که نام این بخش صرفا برای لودگی گذاشته شده و ارزشی جز جناس داشتن با نام بخش پیشین ندارد. عفونت. صحنه‌های جنسی تو پرانتز با کیفیت لطیفی که در این اثر سراغ داریم پرانتز بسته، جدا از هر تأثیری که بگذارند زیبا تشریف دارند. شاید حتی لطافتشان خونسا کننده زمختی صحنه‌های خشونت‌آمیز غیر لطیف باشد. با این پیش‌فرض چه خوب که اگر نه بیشتر، دست کم مساوی با بخش‌های خشن بخش‌های جنسی هم ببینیم. شاید تعادلی صورت گیرد در ذهنمان و کمتر بخواهیم گلوی کسی را پاره کنیم، یا ترجیح دهیم جای پاره کردن گلوی دشمن لب دوست را گاز بگیریم. در ضمن قرار نیست زیر 19 ساله ها مخاطبش باشند.
شخصی نقدی کلی بر آثار خانوادگی هالیوود نوشته بود که اینها باعث می شود مای شرقی تصور کنیم زندگی ایدئال همین است، زوج خوشحال و زندگی جنسی موفق. واقعا یعنی هیچ کدام از اطرافیان دنیا دیده یا ندیده دنیا به او نگفتند که مرد حسابی، ناوارد، دیرگیر، دیرفهم، تعطیل، پخمه، خوب زندگی ایدئال همین است دیگر، پس چیست؟ حرف آن شخص نقد اسلش مزد نویس اسلش بگیر این بود که با دیدن آثاری این چنینی زندگی خودمان را زندگی خوبی نخواهیم دانست و حاسدانه برای به هم زدنش تلاش خواهیم کرد. علامت تعجب. به زعم حقیر فرد بالغ عاقل سالم با دیدن فیلم هایی که خانواده ایدئال را نشان می دهند ضمن شادی که به واسطه همزاد پنداری نصیب شده سعی می کند زندگی و خانواده خود را نیز ایدئال ببیند اسلش بنماید. شاید با اندک بهره از بلوغ و عقل و سلامت در بدترین حالت نهایتا دلسرد شود که چرا زندگی و خانواده خودش ایدئال نیست و کارکرد سینما این می شود باشد که اگر فکر میکنیم زندگی سینمایی بهتر است بهتر از زندگی خودمان را سینمایی تر پیش ببریم. دوست کم خردمان به جای اینکه فیلمسازان وطنی را مجاب کند بیشتر دوستت دارم را توی فیلم ها به کار ببرند تا اینقدر I love you واقعی تر از عاشقتم به نظر نرسد برای ما ایرانی ها نشسته مزخرف بافته. مگر نه این است که از معاشقه تا مغازله را با سینما آموخته ایم. خب اینجا من یه حاشیه برام خارج از کتاب برای دوستانی که نمیدونن توجه داشته باشید که سکس امریست صرفا آموزشی. سترین تو پرانتز اگر دی و دی انگلیسی اگر دی که نمیدونم چجوری میگم دی که ابتدای نام خیلی سریال ها هست رو حساب میکردم خیلی از سریال هایی که بنا به دلایلی نمیخواستم پشت سر هم بیفتن پشت سر هم میافتادند. علاوه بر این لااقل در بین همزبانانمان آن سریال ها بدون دی اولشان نامیده میشوند. پرانتز بسته. با سیستم ومپایری حال میکنید اما آرزو داشتید کمی علمی تر بود قضیه، یا به این خاطر که زیاد باورپذیر نیست زیاد خوش نمیدارید این مدل داستان ها را، شاید هم از خیلی عظیم مردمی هستید که هیچ مشکلی با گاف های موجود در این افسانه بافی ها ندارند. جز به هر کدام از این گروه ها که باشید استرین برای شما ساخته شده. برخلاف تجار که عموما از که و کی گفتن تصمیم به قیمت گذاری میگیرند، علما اصولا اهمیت اثر هنری را نه تا از چه گفتن که از چگونه گفتن تشخیص میدهند. تو پرانتز این بحث چیزی سوای بحث فرم و محتوا است. چگونه گفتن علاوه بر فرم مقداری محتوا را نیز در بر میگیرد. پرانتز بسته. پس اینکه شاهنامه فردوسی همان حرفهای خدای نامه ها را تکرار کرده چیزی از اهمیتش نزد عالمان نمیکاهد، چه رسد به استرین که نه تنها به سیاق همژانرهاش ومپایر هارر استوری داستانش را پیش نمیبرد که در تعریف عناصر غیر واقعی داستان هم طرحی نو در میاندازد و انشاءالله خودتان استرین را خواهید دید و خواهید دید جانوران و دلیل جانور شدنشان و مدد جانور کردنشان و طرز تغذیهشان چقدر پرداخت بهتری دارد نسبت به دیگر آثار این شکلی که دیده اید. دیگر برتری ژانری استرین تحلیل پذیری نسبی آن است. ممکن است در رمان مبنا قرار گرفته نویسنده بیشتر از سریال برای قابلیت برداشت استعاری زور زده باشد، اما در سریال این پتانسیل آنقدر قابل ذکر نیست. علاوه بر این مثلا مانند سریال واکینگ دد که البته اندک تفاوتی در ژانر با استرین دارد، از رسالت‌های اصلیش قرار دادن لایه‌های پنهان جامعه شناسانه و محورانه زیر پوسته آشکارش نمی‌باشد. همان گونه که قبلاً عرض کردم برای خواندن نقد راست سر همون سر راست به اینترنتی جایی مراجعه کنید. درباره استرین هم نقدهای راست رو همون رو راست و خوبی ترجمه شده. سوپرنچرال اگر تعریف درست ابتذال تکرار مکانیکی قابل پیشبینی باشد سریال سوپرنچرال را میتوان به درستی مبتذل دانست. پس از تماشای طاقت فرسای تقریبا دو سیزن از سوپرنچرال، هر سیزن 23 قسمت، تقریبا هیچ اتفاق پیش برنده ای نیفتاده. در ابتدای هر قسمت دو برادر با موجودی فراطبیعی آشنا میشوند و در انتهای همان قسمت دهنش را سرویس میکنند. اینطور سریال ها داستانی کلی دارند که به موازات حوادث جزئی هر قسمت روایت میشوند و در اصل آن داستان کلی ما را وادار به دنبال کردن سریال میکند. عجیب است که سوپرنچرال با آن همه خصاصتی که در روایت داستان کلی به خرج داده چطور این همه هوادار پیدا کرده
باور کنید پشت سر هم دیدن قسمت های How I Met Your Mother واجب تر از پشت سر هم دیدن قسمت های این سریال است. درست است که قضاوتم بر اساس همین چند قسمتی است که تا کنون تو پرانتز به زور به تماشا نشستم، اما به هر حال شروع هر اثری، آن هم اگر قرار است اینقدر طولانی باشد، میبایست کشش و جذابیت داشته باشد. هواداران سریال به بنده میگویند حالا ببین، حالا ببین، بعدا خیلی باحال میشه. ولی حتی آدمی به بیکاری حقیر هم عمری محدود دارد و ترجیح میدهد از میان کرور کرور برونداد هزار هزار کس آنهایی را تا آخر دنبال کند که شروعی جذابتر دارند. گویا سوپرنشرال در یکی از این 10 فصلی که تو پرانتز فعلا به تصویر کشیده، فرشتگان مقرب درگاه الهی را نیز به بازی گرفته. ببینید دیدن این 40 و چند قسمت چقدر آزار دهنده بوده که حاضر نشدم قدری بیشتر تحمل کرده به فصل چالش برانگیز فرشته ها برسم. شما اما اگر عادت به عمل زشت رج زنی دارید، بدانید که بعد از قسمت اول هر چقدر هم جلو بزنید باز عقب نخواهید بود. اگر به شما بگویم شیری در کوچه‌تان وول می‌خورد، در صورتی که هیچ شیری در کوچه‌تان وول نخورد، اگر جرأت کنید از خانه بیرون روید، احتیاط‌ها خواهید کرد. اما اگر 2 شیر در کوچه‌تان باشد و شما از وجود آن 2 شیر بی‌خبر باشید، سرتان را عین طاووس پایین می‌اندازید و از خانه بیرون می‌روید. خدا رحمت کند استاد شما را. استاد ما اما چکیده 6 دفتر مثنوی معنوی را در این 1 جمله می دانست: دنیای درون به مراتب مهمتر از دنیای برون است. حالا که از خواندن اثر سترگ مولانا بی نیازتان کردم، بهانه ای برای ندیدن سریال هایی که دیدنشان بهتر از ندیدنشان است ندارید. نقل سریال های واجب نیست، صحبت از سریال های مستحب است. سریال های واجب که تکلیف دیدنشان معلوم است، با این تقسیم بندی Top of the Lake مباه محسوب می شود. نه وان پیس است که صدای زنگ حلزون هایش را بگذارید جای صدای زنگ موبایلتان، نه عطر گل زنبق که بعدها اسم واقعیش را به یاد نیاورید. سالانه مقدار زیادی دلار از جیب کلیسا به جیب کسانی می رود که در کودکی مورد عنایت شهوت کشیش ها قرار گرفتن. البته که این افراد ضرر مالی ندیدن که کلیسا بخواهد با دلار جبرانش کند، و جریان اصلی این لطف چیز دیگری است که مسئله ما نیست. مسئله ما مسئله است که زیر مسئله بالای دریاچه قرار می گیرد، مسئله کودکانی که توسط نزدیکانشان آزار جنسی می بینند، کودکانی که شاید نامونشان 1/100 در آمار جایی بیاید. مینی سریال تاپ آف دلیک اثری بدی نیست، اما دقیقا در این باره است. فیلم دانمارکی شکار اثری بدی است، ولی دقیقا در این باره نیست. تایرنت بعید نیست ایرانی در خارج از ایران رشد یافته فکر کند کشوری که ستمگر در آن می‌گذرد به ایران آسفالت شده کنونی شباهت بسیاری دارد. اما ایرانی ساکن ایران خیلی، اگر ذهن مقایسه‌گری داشته باشد، نهایتاً با دیدن این سریال گاهی یاد کتاب خاطرات آیت الله خلخالی می‌افتد، گاهی یاد کتاب نگاهی به شاه آقای میلانی. همین. یکی از 2 پسر دیکتاتوری عرب، اصلا این چه دیکتاتوری و چه عربی که فقط 2 پسر داره، در سرزمینی مثلا اسلامی که سالهای نوجوانی و کالی تا پختگی و میانسالی رو در امریکا گذرانده، علارغم میل باطنی و ظاهریش به اصرار خانواده تماما امریکاییش، راضی می شود برای مدتی کوتاه به کشورش بازگردد. این مدت کوتاه رو به اتمام است که پدر به درک می رود و برادر به قدرت می رسد. اینها که تعریف کردم به علاوه بلایی که سر آلت تناسلی برادر به قدرت رسیده می آید، به علاوه چند اتفاق و تصمیم دیگر، همه در قسمت اول سریال رخ می دهند. گفتم که گمان نکنید کل 1 فصلی که آمده را 1 جا لو دادم. گول تیتراژ سریال را هم نخورید. تایرنت برخلاف سریالی مثل هوملند صرفاً مصرف داخلی دارد. برای ایرانی یا عرب ساکن ایران و کشورهای عربی ساخته نشده. حتی برای ایرانی یا عرب ساکن خارج کشور خود هم ساخته نشده. وگرنه چرا وقتی نماینده هر ملتی در سازمان ملل هم به زبان بومی خود سخن میگوید، پادشاه کشوری عربی برای هم میهنانش به انگلیسی سخنرانی کند؟ میگویند مردها علاوه بر ترس‌های کوچک و منحصر به فردی که با خود یدک می‌کشند، 3 ترس مشترک بزرگ هم دارند: ترس از کچلی، ترس از کم‌توانی جنسی و ترس از مرگ.
اگه مردید بگید به بغل دستیتون تا چه حد با این گفته موافقید. شما رو نمیدونم، اما ستمگر سریال با هر سه این ترس ها دست و پنجه نرم میکند. Under the Dome. آشنایی بیشتر با فرهنگ های گوناگون موجب می شود به این نکته پی ببریم که آدم های جاهای دیگر دنیا هم مثل ما هستند. موجب می شود بفهمیم به جز چند قبیله کومبا کومباگو و چند قوم آدم خار و چند اسکیمو، باقی آدم های دنیا تفاوت زیادی در طرز و مرز فکر و اخلاق با ما ندارند. سفر به دیگر نقاط دنیا به ما حالی می کند. همه جا خیانت رذیلت است، همه جا نجابت فضیلت است. به ما می فهماند که همه جا اصول همان اصول است، منتها جایی کمتر جایی بیشتر. البته اگر با تور سفر نکنیم که هم سفره هامان همین هم زبانان من باشند. اگر در غربت که زندگی می کنیم مراوداتمان محدود به هم اگر در غربت که زندگی می کنیم مراوداتمان محدود به مردم همکیشمان نباشد. این حرفا را دوست پیشنهاد دهنده از سفر برگشتم می زند. عجب دوست فاضلی دارم. اضافه می کند دیدن فیلم ها و مخصوصا سریال های جاهای دیگر دنیا مثل همین سفر کردن هاست. مطلعمان می کند از شباهتی که با هم داریم. همین که ما همگی از یک چیز قصمان می گیرد و به یک چیز می خندیم نشان می دهد فرق زیادی بین ما نیست. اصلا اگر ما و آمریکایی ها مثل هم نبودیم چگونه بعد از چند فصل شخصیت های فرنز مثل دوستانمان می شدند؟ چگونه روابط شخصیت های های متیور مادر برای ما اینقدر قابل درک بود؟ سوغاتی برایم چاقوی همکاری سوئیسی آورده. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد سریالی بود که با اینکه بد بود امید به بهتر و بهتر شدنش می رفت. اما هرچه می گذشت بدتر و بدتر می شد. اوضاع سریال برای شخص شخیص بنده به اندازه خراب بود که دریافت های تازه دوست تازه از سفر برگشته نازنینم را که به این یک سریال هیچ ربطی نداشت زیر همین یک سریال نوشتم. نه سریال تمام شده نه کتاب ترجمه، ولی تا به اینجا به نظر می رسد شروع به گفتن شعری کردند که از ابتدا قرار بوده در قافیهش بمانند. با ذکر مثالی تخمی از این بحث می گذارم. آقا جان چطور انتظار دارید قافیتان عشق باشد و شعرتان قصیده؟ مگر عشق قافیه جز دم عشق دارد؟ قافیه بی‌معنا هم بگوییم بیاورید وزنتان بخورد می شود رباعی. خلاص اگر بنا را بر قصد اگر بنا رو بر قصیده سازی نهاده ای دلا ماشاءالله اسیر و امیر و پیر و سیر و گیر و غیره، نه که عشق و دم عشق. اگر Under the Dome بعد از ریونج و اسکورپیان قرار می گرفت تا کماکان روی دور نام مجدد گذاری می بودم Under the Fart برازنده اش بود. دلیل اینکه Farter the Fart برازنده اش نیست نام بزرگ استفن کینگ است و ایده کمابیش عالیش برای داستان. حیف از این ایده که اینقدر نوجوانانه و بد بست پیدا کرده. نوجوانانه بودن کاری دلیل بد بودن آن کار نیست. خیلی از کارهای نوجوانانه هستند که هیچ کم از کارهای غیر نوجوانانه ندارند. اتفاقا از روی خیلی هاشون هم فیلم‌های خوبی ساخته شده. هانگر گیمز مثلا. خود جناب کینگ برای لحظاتی در سریال حضور دارد. شاید خود رمان هم همینقدر که سریال خوب نیست خوب نباشد. اصلا از همان روز که به کوبریک کبیر گیر داد سر شاینینگ باید میفهمیدیم همچین مالی هم نیست. تقاضا میکنم مستند اتاق 127 را تماشا کنید تا ببینید چطور پیتون فیلم کوبریک خرگوش داستان کینگ را میبلد، تا ببینید استنلی کوبریک چگونه مثلث داستان استفن کینگ را به منشور چند وجهی تبدیل کرده. اوتوپیا. معمولا آثار تصویری غیر آمریکایی هر چقدر هم که خوب باشن باز انگار چیزی کم دارن. از همین اوتوپیای انگلیسی قرار است نسخه آمریکایی ساخته شود. شاید به خوبی اصلش نشود، اما اصلش با اینکه عالی شروع می شود و خیلی خوب ادامه می یابد از اواسط فصل دو آنچنان رغبتی برای بیننده باقی نمی گذارد. گویی هر چه در چند تا داشتن را رو کردند، بعد کسانی وادارشان کردند که حتما باید طولانی ترش کنید و احتمال میدهم نسخه آمریکایی این یک مشکل را نخواهد داشت، با اینکه شاید از لحاظ زیبایی قاب و رنگ ضعیف‌تر از اوتوپیای اصلی باشد. در یکی از بیشمار وبلاگ‌های فارسی تکه‌ای از کتاب فلسفه اندی وارهول بود که با شما در میانش می‌گذارم، اگرچه شاید ارتباط زیادی با موضوع ما نداشته باشد.
چیز شگفت‌انگیز درباره امریکا این است که سنتی را آغاز کرده که در آن ثروتمندترین مشتریان دقیقاً همان چیزی را می‌خرند که فقیرترینشان. شما می‌توانید کوکاکولا را در تلویزیون ببینید و بدانید که رئیس جمهور کوکاکولا می‌خورد. الیزابت تیلور کوکاکولا می‌خورد و فکر کنید شما هم می‌توانید کوکاکولا بخورید. کوکا همان کوکاست و با هیچ مقداری از پول نمیتوانید کوکای بهتر از آنچه داشته باشید که ولگرد در گوشه ای میخورن. همه کوکاها یکسان هستند و همه آنها خوب. این را الیزابت تیلور میداند، رئیس جمهور میداند، ولگرد میداند، شما هم میدانید. از اصراری که اتوپیا سازان بر چشم نوازی سریالشان داشتند لذت میبرید و تعجب میکنید که چرا دایره این اصرار را بزرگتر نگرفتند تا روی بازیگران هم بیفتد. آنهایی که گله دارن امریکا با چند سال تاریخ سوپر هیرو میسازد و ما با چند هزار سال تاریخ نشسته ایم به تخم چکستن، بدانند و آگاه باشند که اگر هم روزی در صنعت و خصوصی سازی به پای آنها برسیم، به همین دلیل ساده که کومیک بوک در اینجا به اندازه آنجا طرفدار ندارد، به جای خاصی نخواهیم رسید. ومپایر دایریز. ایرج میرزا در قصیده زیبا اینطور حاضرینه در مهمانی کوچکشان را وصف میکند: یکی نبود که بدخوی و زشت آوین بود. برای اینکه حاضرین در سریال ومپایر دایریز را وصف کنیم، کافی است کمی این مثل را تغییر بدهیم. مثلا اینطور: یکی نبود که بد شکل و زشت هیکل بود. یا مثلا اینطور: یکی نبود که بد تیپ و زشت صورت بود. در این حد که اگر شوپنهاوری به بازیگران سریال نگاه کنیم، همه متفق القول حتم داریم که از آنها بچه های سالم و باهوش خواهیم داشت. جامعه موجود در سریال از جامعه ایرانیان زرتشتی پیش از ورود اسلام هم بیشتر جشن و مراسم دارند. در کمتر قسمتی بهانه برای شادی دست جمعی وجود ندارد. متاسفانه شهر سریال کلن 150 سال قدمت دارد، وگرنه باز هم بیشتر بود این آیین ها. سریال پر است از سوتی، هم سوتی های قبیح که صرفاً سوتی هستند و نبودنشان فرق ایجاد نمی کند، هم سوتی هایی که به داستان کمک می کند و اگر دقت نکنیم متوجهشان نمی شویم. کما که ومپایر دایریز پر از این سوتی نوع دوم است و خیلی ها متوجهش نمی شوند، یا شاید به همین خاطر خیلی ها که مشتاقانه سریال را دنبال می کردند از فصل 4 و 5 دیگر ادامهش ندادند. و بنده که پس از وقفه 2 ساله ادامهش دادم، به ضرس قاطع به این عزیزان میگویم چیزی از دست نداده اید. اما ولی لاکن دلایلی هست که دیدن سریال را برای تینیجری نپسندها هم مستحب میکند. مثلا تقویت زبان انگلیسی. گمان نمیکنم برای کسانی که به خاطر بهتر شدن انگلیسیشان سریال میبینند، سریال بهتر از ومپایر دایریز باشد. حتی بعضی وقتها فکر میکنید عمدن کلمات رو واضح‌تر بیان میکنند. یا اینکه این سریال رو افراد زیادی دیدند و دیدنش برای داشتن ذهنیت مشترک بد نیست. دوستی ها بر پایه همین اشتراکات ذهنی شکل می گیرند. و اینکه هر ایرادی که داشته باشد در گرم کردن سرتان خوب عمل می کند. گرگینه و خوناشام و اینها به قدر کافی جذاب هستند، چه برسد به اینکه در این سریال غیر گرگینه و خوناشام هم جذاب تشریف دارند. برای همین برای کسانی که هنوز شروع به دیدن هیچ سریالی نکرده اند هم دیدن این سریال شروع نسبتا خوبی است. اگر بین دوست و آشنا نوجوانهایی مثل مانی مدرن فامیلی میشناسید، بهشان بگویید مانی جان، دخترها مخصوصا آن سن و سال قدر و قیمت آدم خوب و احساساتی و شاعر مسلکی مثل تو را نمیدارند. متاسفانه جذب بدجنس ها یا خنگ ها میشوند اگر جذب فقط خوش قیافه ها نشوند. این به آن معنا نیست که دست از عاشقی و عشقولک بازی بکشی، به آن معناست که انقدر قضیه را جدی نگیری. اگر هم بین دیگر آشنایان و دوستانتان دختری را می شناختید که لیاقت مانی جان را داشت، به او معرفیش بکنید. ما برای وصل کردن آمدیم. برخلاف گیم آف ترونز که دست و دلبازی خاصی در بفاک دادن شخصیت را دارد، در ومپایر دایریز نباید نگران مردن شخصیت محبوبتان باشید، چرا که 90% احتمالش هست که به سریال برگردد، تازه اگر مرده باشد. اگر یکی از سوالاتی که ذهن ومپایر دایریز بینها را درگیر کرده این است: اینها چرا سر طرف را قطع نمی کنند وقتی که می توانند سر طرف را قطع کنند؟ خب، واکینگ دد
همان گونه که بهترین سریال ها درباره انسان و مسائل امروزی انسان است، بنده هم دوست داشتم این مجموعه بیشتر از اون که درباره سریال ها باشد، درباره انسان ها و مسائل امروزی انسان ها باشد. یکی از تفاوت های اساسی انسان دیروز با امروز در نگاهی است که به عنوان مؤلف دارد. دید از بالایی که در تألیفات آدمیان گذشته بود، امروزه به دید از روبرو تغییر یافته. اگر شاعر دیروز خود را بالای منبر می‌دید و امر را نهی می‌کرد، نویسنده امروز خود را در میان مخاطبینش می‌بیند و پیشنهاد می‌دهد. اگر کماکان همچون گذشته مخاطب را گوسفند حساب کنیم، نباید از تأثیر مدرنیته بر خودمان دم بزنیم. اگرچه بعضی‌ها معتقدند همین که ملتی آدامس بجود و ساندویچ بخورند و پپسی بنوشند و شلوار لی بپوشند مدرن شدند. این حرفا را خیلی خودمانی تر برای دوست پیشنهاد دندم زدم. شاید چند بد و بیرا هم نثارش کرده باشم، خاطرم نیست، که می گفت زیر عنوان کتاب نباید می نوشتی راهنمای حل سریال برای عموم، باید می نوشتی آموزش سریال از مبتدی تا پیشرفته. با تمام تعصباتی که هنوز در دنیا وجود دارد، انسان امروز اگر بهتر از انسان دیروز نباشد، راحت تر از انسان دیروز روزگار می گذراند. اینکه بوی خیار مثل گذشته از 100 متری به بشام نمیرسد و گوشی‌های هوشمند مردم را نولایف کردن شر و ور است در مقایسه با آسودگی که ملت امروز به برکت زندگی امروزی دارند. گیرم که روستاهای اروپایی همان امکاناتی را داشته باشند که شهرهای اروپایی دارند و ما هنوز به آن نقطه نرسیده باشیم. احتمالاً دیدن واکینگ دد و اندیشیدن پیرامون آن به مفیدی خواندن بهترین کتاب‌ها پیرامون انسان و اخلاق و مدنیت و قانون باشد. سریال واکینگ دد بلا شک جزو چند سریال برتری است که ساخته شده و خوشا به سعادت شما که همچون ما مجبور نبوده اید سالانه و هفتگی دنبالش کنید. علاوه بر لذت یک سری که نصیب شما می شود، دیدن هفتگی قسمت های میانی فصل 4 قدری کسل کننده است. اصلا انگار سازنده های سریال این چند قسمت را برای شما پشت همبین های مدلی ساختن، نه برای ما بینندگان و طرفداران واقعی. چند سریالی که درست ندیدم اما دربارشون خوب شنیدم. در مستند ویژه 20 سالگرد سیمپسونز، شخصی دلیل اقبال عمومی که به سیمپسونز شده را شباهت چشم شخصیت‌های این مجموعه با پستان زنان عنوان می‌کند. چشم شخصیت‌های فامیلی گای هم اگرچه به اندازه چشم شخصیت‌های سیمپسونز به پستان شبیه نیست، ولی لابد آنقدری شباهت دارد که باعث موفقیتش شده. و شاید تخم مرغ کمی شبیه به پستان باشد، وگرنه چه دلیلی دارد که ما ساوت پارک را اینقدر باحال و بامزه می‌دانیم؟ از فیلم‌های مثبت 18 هم بی‌پروایی بیشتر موجود است در این انیمیشن. یعنی اگر شخصی چشمشان را نه پستان زن که آلت تناسلی زن هم می‌دید، تعجب زیادی بر نمی‌انگیخت. اینکه با چه سریالی این بخش را ادامه دهم بستگی دارد به اینکه در ذهنتان آثار انیمیشنی بیشتر مانده باشد یا شکل عضوهای بدن زن. فرض رو بر اولی میگیرم که اگر هم دومی باشد سویچ کنید روی اولی. Death Note با اینکه ایده خوبی داشت، با اینکه خیلی تعریفش رو شنیده بودم، از نیمه رهایش کردم. آواتار کنترل کننده عناصر اربعه را از نیمه هم زودتر رها کردم، با اینکه برعکس Death Note هر چه جلوتر میرفت جذابتر میشد. از بنده نشینده بگیرید، اما تجربه دیدن چند اپیزود Happy Tree Friends هم تجربه شنیع اما جذابی است. از کارتون بکشیم بیرون. شلوک خب سریال خوش ساختی است. بازیگرش هم خود شلوک مدرن است انگار. اما انگار این شلوک بیشتر از اینکه دارای علم استنتاج باشد، بینایی خیلی خوبی دارد. یعنی اگر آدمی با نصف هوش او اما با همین قوه بینایی در حد شاهین و عقاب به جایش بود، لااقل نصف معماها را حل می‌کرد. تور دتکتیو برای حقیر جذابیت نداشت. شاید برای شما داشته باشد. طرفدار آدم حسابی که زیاد دارد. همینطور وایر و بوردواک امپایر و منتالیست. شاید اگر روم را همان سالهایی که ساخته شد دنبال میکردم انقدر تازگی میداشت که جذبم کند، یا تروبلاد انقدر به چشمم معمولی نمیامد اگر همان سالها تصمیم به دیدنش میگرفتم، اما همین چند دقیقهی که از آنرابل وومن دیدم مطمئنم کرد که سریال جذاب و دیدنی است. سلیقه بنده اگر ملاک نباشد، از درامها مدمن و سوپرانوس سریال های خوبی باید باشند. از کمدی ها شیملس و کرب یور انتوزیازم و بورد تو دف. کمدی های آبکی تر مثل ایسال و سانین فیلادلفیا و نیبرز. تعریف پرسن آف اینترست و وید و تاچ و لایتومی و یک دو جین سریال دیگر را هم شنیدم، اما
هیچ کدام نمی توانند ارزش هدر دادن وقت گرانبهای شما را داشته باشند. از هر کدام انقدری دیدم که بدانم چقدر نصیحت معروف کلیور تلویژن نصیحت معروف خوبی است. فقط رابطه ها نیستند که آغاز دارند و پایان ندارند. هر پدیده ای که با آن مواجه می شویم در یک جایی از مغز ما به حیاتش ادامه می دهد. و این ادامه حیات همچنان مفتکی نیست. چه بهتر که به هر چرند و پرندی اجازه تغذیه از مغز شریفمان را ندهیم. از مستندها به دلیلی که اول مجموعه عرض کردم غافل شدم، اما شما غافل نشوید. به غیر از آن چند تایی که ذکرشان اول این توی کروشه غیر کروشه بسته مجلد رفت، The Untold History of the United States جالب به نظر می رسد. با توجه به علایقتان پیدا کنید مستندها را و دانلود کنید و هرگاه تشنه دانستن بودید ببینیدشان. چند سریالی که به زور دیدم اما به کور نمی دهم. شبکه های تلویزیونی حرفه‌ای حتی در تولید و پخش مصاحبه که ماهیتی شنیداری دارد به این نکته توجه دارند که تلویزیون رسانه‌ای دیداری است. اگر شده با نشان دادن چند دقیقه یک بار جملات مختلف شما را مجبور به دیدن می کنند. شمایی که قصد دارید رسانه‌ای درست کنید نیز حتما از آن دارید که امروزه بخش از فعالیت هر رسانه قدرتمندی به تعامل با مخاطبانش اختصاص یافته. قسمتی از هر رسانه موفق امروزی با نوشته‌ها و گفته‌ها و عکس‌ها و فیلم‌های مخاطبین آن رساله شکل گرفته. از طرفی طرف فیلم سینمایی می‌سازد ولی فقط با گوش دادن می‌شود همه چیزش را فهمید. اتفاقا خیلی از سریال‌های بولد شده این بخش آنچنان گریم یا آنچنان طراحی صحنه‌ای دارند که به راحتی نمی‌شود برای روشندلان گرامی شرحشان داد. تو کروشه شاید شما هم تجربه این کار را داشته اید و در آن موقعیت‌ها بیشتر متوجه سینمایی‌تر بودن بعضی فیلم‌ها و سریال‌ها شده اید. منظورم توضیح دادن اون فیلم واسه فرد نابینایی که شما مسئول توضیح دادن اون فیلم باشید. مثلا با هم رفتید سینما. این حاشیه کتاب بود. مثل سریال دیفاینس که آفتاب گیریم هفت است ولی شام و درام هیچی. یا دامنیون که دیدن کمش هم زیاد است. برخی سریال ها خواندن خلاصه داستانشون جذابتر از دیدن خودشان است. مثلا سریال ادای لاس در بیاره هاندرت. یا مثلا ومپایر دایریز خودش چیست که اورجینالش چه باشد. یا باور کنید بنده به شخص سر سریال جدی دکستر بیشتر خندم گرفته تا سر سریال مثلا کمدی جویی. حیف نبود جویی فرنس که کسانی اینطور ادامهش دادند. توی پرانتز آیا میرسد آن روز که دوباره بازیگران و نویسندگان فرنس دور هم جمع شوند و دنبالهی برای آن بسازند؟ پرانتز بسته. دوباره برگردم به حاشیه. عرشاد که ساخته شد دیگه پارسال پیارسال همچین یه اپیزود، البته که داستانی هم نبود، صرفا مرور خاطرات بود. بدن نبود ولی خب فرنز نبود، ولی خب سالگرد خوبی بود. اینتلیجنس از سریال های دیگر این بخش بهتر است، حتی شاید نباید در این بخش آورده می شد. اگر رسیدید همه سریال هایی که در این مستطاب از آنها به خوبی یاد شده را دیدید و هیچ کار بهتری برای انجام دادن نداشتید، این سریال رو هم ببینید. اگر هم هیچ کدام آنها را نداشتید و فقط سریال های فلش فوروارد و ارو و کانتینیوم را داشتید، هاردتون را ببرید بدهید همسایتون و تأکید کنید یک وقت گریم و نیوگل رو ناروتو نریزد برایتون. دوستداران انیمه ناروتو به جای دلخور شدن بروند وان پیس ببینند. زر نهایی. پیش از سالهای براه افتادن بیمارستان نیک و امثال نیک، وضعیت درمان خیلی ترسناکتر بوده. اگر عکس وسیله‌ای که با آن مجاری ادرار باز می‌کردم را اینجا می‌گذاشتم، با تمام وجود به عمق فاجعه پی می‌بردید. بنده در این مجموعه تلاش کردم اگر حرفی می‌زنم با در نظر گرفتن پیشرفت‌های پزشکی باشد. اگر مجاری ادراری باز می‌کنم به وسیله آن وسیله نباشد. همانطور که اقلیت‌ها در میان اکثریت تلاش می‌کنند یا شاید راه دیگری ندارند خوب باشند، تلاش کردم یا شاید راه دیگری نداشتم بی ربط‌ترین موضوعاتی که مطرح می‌کنم را خوب به موضوعات اصلی ربط بدم. می‌ماند حسرتی و آرزویی که شاید بعدها به قلم هر هم نظری با حقیر هر دو با هم رفت شدند. حسرت از بی‌شمار کتاب و فیلمی که دلم می‌خواست در کنار سریال‌ها لااقل اشاره‌ای بهشان می‌کردم و آرزوی رسیدن زمانی که در کنار سریال‌های آمریکایی و انگلیسی معرکه از سریال های ایرانی و ترکی و عربی و کردی و لوری و بلوچی و لکی و اسپانیایی و فرانسوی معرکه بنویسم. شاید آن زمان درست بعد از وقتی برسد
که همه هنرمندان ایرانی و ترکی و عربی و کردی و لوری و بلوچی و لکی و اسپانیایی و فرانسوی اصلی ترین وظیفه فعلیشان را بالا بردن کیفیت سلیقه آهاد مردم بدانند. بیش از این حرفی نیست، دی شد و برفی نیست. تهران، زمستان 1393 شمسی، صبحانه گنجی.